Selam, selam. Assalamu aleykum Nadrisa Ibrahim. Selam. Sıhhat Selam, fikir. bazırgun Bakhar. bir Sıhhat mendesin var. inşallah. Xeyli Selamın aleyki hili. vasıl Besar teşekkür. Kurban şam. Selam ve arz adab hizmet خودت, hizmet tamam dostlarını خودت, tamam tarafdarını خودت ve kasa kemi lazer live mi binen. Nadri aziz besar teşekkür ezi ki davet pazirftin ve bayaran amadin. Hoş amadin. قربان شما کاکر عزیز، من وقت که نهایتا برنامه یارانه شما آغاز شده بود، من چند بخش این برنامه رو دیدم. شما با آقای دانشیار داشتین، با بعضی از دوستان، البته اونجا فکر کنم دانشیار صاحب در کانادا زندگی میکنه، حضوری رفته بودین. و بله اما حالا که من در اینجا حضور دارم با شما صحبت میکنم، بسیار خوش هستم. حداقل کاکر عزیز، به یاد روزهایی که با هم بودیم، در کابل بودیم، بسیار خوشایند است. قربان شام، چی حال، چه احوال، چطور، ساعت چطور، زبرادر؟ من خو کاکر صاحب عزیز، راستی همین صدایی تا که میشنوم یادم و شبایی میایم که مهمترین کرکترها را میخوندی، صدایشانه باز فکر میکنم که افغانستان است، دوره جمهوریت است و دارم سریال میبینم. ولی کاکر عزیز، هست میگذره، او قدر تعریفی هم نیست، او قدر بد هم نیست. در خدا هر رو حالت شکر، خدا رو شکر است شکر. که میگذره. عزیز بسیار خوشحال هستم که در یک جای امن هستی، الحمدلله. به بله خودت خوشحال هستم و به خانواده گرامیت که حداقل کانون خانواده گرم است. همین طفلکای عزیز و خانم محترمت و همه دوستا گرد یک دسترخوان هستین، بسیار گپ خوشی و مسعدت هستم. وانا کاکر صاحب، اونا برای خودت معلوم است که میبینی و یکان وقت ایره به خاطر از این نمیگم که گویا به خودم بسیار مغرور جلوه بتون برای خودم، یا خدای نخواسته خداوند ما را از تکبر نجات بده. آمین. اونا خود معتادای زیر پر سخته را میبینیم که در چی حالت است. دقیقا. ما به عنوان نستوی نادری نه، به عنوان یک معتادی که از اونو زیر پر امروز در ایالت بایرن مونیخ آلمان رسیدیم، و هم با تمام اعضای خانواده، بدون از اینکه سوار کشتی شویم و این کشتی بادهای شما را به سمت موجها و حادثه های دریایی ببره، و یا هم در ریل شش باشیم، یا هم در داخل تریلر یک موتر باری شش باشیم. بسیار آبرومندانه از افغانستان به تهران، از تهران به ترکیه، و از ترکیه به اینجا در کمتر از یک ماه رسیدی می به من. شاید این کنم کار بسیار قوی نباشم، و برای من یک معتاد زیر پلی یک شهکار گفته میشه، در قاموس خودم هم نوشتهش کرده. شما زحمات خیلی را البته متقبل شدین. در 20 سالی که در افغانستان در بخش میدیا کار کردین، شما را شاید بسیاری از دوستا دعا کرده باشه، از برکت دعاها اینجا باشین. من می زنده دیدیم در باشید. این ماه مبارک رمضان که خودت با یک موترک کای در یک ولایت، کای در دیگه ولایت، کای در یک قریه، کای در دیگه قریه می گشتی و به مردم البته مواد تقسیم کردی. ما می خواهیم در این مورد صحبت میکنیم. در آغاز ایره برموک که زندگی مسافرت چطور است برادر؟ کاکر صاحب، برای خودتونم معلوم است که این شما بسیار خوب است که اون او طرف ها هستین، بیادر چیست زبان انگلیسی است، ما شما انگلیسی در مقابله خوانده بودیم. اینجا یکی که زبان بسیار به مشکل مواجه است، نه چیزی که میگی میفهمه، نه چیزی که میگه میفهمی، نه خط خونده میتونی. و خلاصه باز یکی از دوستای ما هست، بسیار من دوستش دارم، همسایه های ما هست، خداوند درست. سربلند داشته باشش. بسیار برای من همکاری کردم، گام به گام مرا در آلمان آشنا ساخت، به نام آقای احمد ولی فقیریان، درست. از مردای بزرگ ولایت هرات ما شما است. درست. دیگه او یک روز یک گپ زده بود، گفت نستو تازه کن که زبان یاد میگیری، زبان بین المللی زبان اشاره است، آه فعلا دقیقا. با زبان بین المللی گپ میزنیم. همگی بسیار درست میشه که افهام و تفهیم کنه با این زبان، زبان اشاره، آرام خصوصا آرام تا یاد گرفتن بسیار ثقیل است، درست درست زبان آلمانی خیلی ثقیل است. میدانم میدانم. ما مردم شام یکمک نسبت به طرف امریکا یکمک
سخت مجاز هستن، زیاد دوست ندارن مهاجرین و این مردم هایی که آمدن. امیدوار هستم اوقات و لحظات خوش بگذره نادری عزیز. بله کاکرسون، ما بله همی مردم هم. ما و شما در مو افغانستان ها که ما تأثیب مورا نمیبینی که هر روز در تک تاک بیادر در فرق هم دیگر زده روان هستیم. این مردم هستم. با آلمانشان باید متأثر باشند. دقیقا دقیقا، از تمام دنیا اینجا مردم هسته و مردم هم میپذیرن، اما ما هم با چی عجیب خوی خواصی که داریم دیگه اینا ما را برداشت میکنه. نادری عزیز، میخوایم که آهسته آهسته شروع کنیم. خودت خو همگی میشناسن، با چهره معرفی هستن، با کارکردهای معرفی هستن، با افتخاراتی که البته در افغانستان داشتین معرفی هستن. در یه آخر یکم که چهره جنجال برانگیز هم شدین در بین طرفدارا و مخالفین و دوستدارا و مخالفین، حتما اردوش هستن، اما میخوایم که بیشتر خودت به دوستا به زبان خود معرفی کنی، در مورد درس ها، در مورد پوهنتون، در این موارد بگوین که از کجا آغاز کردین، کودکستان، از همین کودکستان اگر شروع کنین بسیار خوب میشه. بسیار خوب است. من کاکر صاحب عزیز، کودکی های من در خیرخانه سپری شد. خواهش. در یک خانواده زندگی میکردم که پدر و مادر من کار میکردن. من در تایمنی، در نزدیک تایمنی، در یک از کودکستان های محل کار اولین گام قانونی که گذاشتم اونجا بود. هنوزم آش کودکستانی که پخته میکرد در ذهن من میآید این روز واری. بسیار بعد آمد جناب کاکر ارجمند، شاید من امید میبرم که هیچ کسی مواری زندگی شده نباشم. من که فرزن صنف دو سه مکتب شدم، صنف اول مکتب بودم که برای ما یک نوع یونیفرم مکتبی باید جور میکردن. رفته بودیم پیش خیاط که یونیفرم بگیریم، که یک دو موتر سرواز جیپ آدم ها مویار ببین لباس ها بسیار وحشتناک از مقابل من عبور کرد و یک سره فیرای شادیانه می کردند و من مادرم محکم گرفتم. گفتم چی گفت؟ پس گفت مجاهدین آمده بشیم، یعنی درست. آمدن مجاهدین. بعد در دوره کودکی هایم همین درگیری ها، بگیر نمان، زد و بند ها. من بعد در میان راکت ها و آقای کاکر در میان راکت های اعضاب مختلف ها نام هایشان افراد نمی گیرم، در میان راکت های شورای نظار و حزب اسلامی صنف 3 و 4 و 5 خواندیم. خداوند درست. هر دو طرف به جزای اعمالش برسانه. از ساعت 8 بجه تا 10 بجه یک چنا میزد، از 10 بجه تا 12 بجه دیگه چنا. اغلب روزها را در پایین تاکوی مکتب درس میخواندیم. درست. یکی مثلا درس ها این گونه خوانده شد. بعد من رفتم به لیسه امانی کابل در دوره که طالبا آمدن، دور اول طالبا آمد در لیسه امانی بود، صنف 6 یا 7. بعد از او بعد پدر من در دوره طالبا که آمد همه شیرازه ها شکست، انجمن نویسندگانی که پدرم کار میکرد او از هم پاشید. در او دوره پدر من رفتن به پشاور، یک تعداد از این نویسنده ها مثل آقای رزاق مرمون، پدر ما آقای ساق نندیان از شاعران برجسته زبان پشتو و ایده از اینا در پشاور در بی بی سی کار گرفتن. بعدا باز مارم پدرم به پشاور پاکستان خواست و تقریبا 4-5-6 سال ما در پشاور سپری کردم، در خیبر پختونخوا. درست. و دوره بسیار اونجا در لیسه امونی درس میخوندم. درس ها این گونه سپری شد. بعد از فروپاشی نظام طالبان من امتحان کنکور که دادیم در پوانتون تعلیم تربیه کامیاب شدیم، پوانتون تعلیم تربیه رو درس خواندیم و بعد وارد رسانه های افغانستان شد. بسیار خوب، یعنی شما تعلیم تربیه رو خواندین بعد از بله اینکه نظام سقوط کرد و بله باز آمدین در رسانه های افغانستان. بله دقیق بسیار خوب بسیار خوب. شما تعلیم تربیه کابل خواندین، با بله مکتب هم چیزش در افغانستان، چیز در چیز پاکستان که در خوندین، پشاور. بله تنها تعلیم تربیه خوندین، چطور که باز در ژورنالیسم آمدین؟ من خو تعلیم تربیه رو میخوندم در اون دوره. باز یک چیز برتان بگویم کاکر عزیز، که در این دوره 20 سال که من 20 سال در حقیقت نوزایی ژورنالیسم افغانستان میگم،
هیچ کسی را ما ندیدیم که از فاکولته ژورنالیسم برآمده باشد در عرصه ژورنالیسم افغانستان تبارز کرده باشد. بله ژورنالیسم علم نیست، یک فن است. هر آدم میتونه، شاید بسیار آدم های بی سوادی، یکان شوایی که من حتی در تیک تاک ها میبینم یک نفر که خودش کلا نظامی بوده، این تو بحث پیش میبره که فقط بوده یک گویده بسیار خوب است و یک فن بود. آخر عزیز، اونم فن درست آدم میکشونه به اون طرف. من بسیار خواه در اون دوره به ژورنالیزم که در عرصه رسانه ها آمده بودیم، البته اولین بار صدای ما از تلویزیون آینه بلند شد. تلویزیون آینه اولین تلویزیون خصوصی بود، توسط آقای مارشال دوستم ایجاد شده بود دیگه. بعدا باز از او به رسانه های دیگه من. در کدام بخش کار میکردید اولین بار که من بین اولین رسانه بار ها در بود؟ تلویزیون آینه در بخش خبر کار میکردیم. خب البته یک موجی از افرادی در آینه بودیم. ما در بخش خبر کار میکردیم دیگه. دوستای بسیار، پرویز شمال بود، مختار لشکری بود، نجیب آسم بود، بشیر آسم بود، بشیر آسم آوازخان در بو بخش خبر. کمرنگ بود، انیسه شهید بود، زینب موسینی بود دیگه. بسیار چهره های بعد از او عصمت وجدانی بود، بسیار بچه های بود. یک عکس بود متاسفانه من نیافتم که در او عکس شما که ببینید امید کلگی سنک های امی 18 و 19 و این سن هستن، و بله در حقیقت آینه باز یک اشتباهی بسیار بزرگ کرد. در او دوران یک نفر به نام آقای کوکن بود. باز کوکن همی تمام کسایی که تبار اوزبکی نداشتن اینا رو به گناه های مختلف از آینه بیرون کردن. باز ما تحت یک خفگی گروهی از آینه برآمدیم. باز کلن آمدیم به طرف طلوع. باز خب همی بچه هایی که کلن در طلوع تبارز کردن اینا بچه های آینه بودن در اصل. بسیار خب، ما امو عکس دیدیم، بعدها امو عکس که شما در موردش میگین، امی کسایی را که نام گرفتین بعدها نخبه های رسانه های افغانستان شدن، همشان بسیار زیاد معروف و بسیار زیاد مشهور شدن، از جمله خودتان. ما امرای شما وقتی که معرفی شدم در اولین برنامه، برنامه بامداد بود. او وقت ما مکتب میخواندم، در دوران مکتب بودم که خودت بامداد خوش پیش میبردیم، درست؟ بله، صبح بامداد هم و برنامه بسیار صبح داریم. مشکلات من به دست آوردم کاکر صاحب. من بامداد زمانی که مرا بردیم در تلویزیون طلوع، مرا آقای رزاق معمول، بیشتر من رزاق معمول هم اینه استاد خود دوست دارم، احترامش دارم. یک آقای معمول، یک خداوند ببخشه، استاد رهنورد زریا، و این دو نفر بیشتر بستر سازی کردن، فضا را انبار کردن بالای اینکه ما عده قلب تانیم که در طلوع راه پیدا بکنیم، به ویژه در برنامه بامداد خوش. یک نفر بود به نام آقای حسین نیکزاد، دوستان میشناسنش. نیکزاد صاحب متاسفانه با سرطان قومگرایی بسیار مفرد روبرو بود. امین نیکزاد اگه خلاصه کمی تبار و تزاره می بود، بسیار در طلوع رشد می کردی. باز اگر تبار دیگه چیز می بود، گرز های دست نیکزاد در فرق فرق بود. این البته امو چند آدم، امو آدم خیلی کم باش مام برتون بگویم، امو آدم باعث پیشرفت های مام شد به خدا. نیکزاد در اواخر امو آدم باعث شد که ما پیشرفت کنم و مشهور شوم در بین تلویزیون ها، و آدم باعث شد که نیکزاد گلوگای شهرت بود. فرزن از دست نیکزاد میلش میدی دیگه، تو در آسمان های شهرت افغانستان پرواز میکنی. دقیقا او دیگه، من امو که میگه نه شر بخیزه که خیر ما خیلی باشه، نمیشون. با خدای نموت شد. من کاکر صاحب، من نیکزاد با تمام اوصافش خیلی دوست دارم. مدیر ما بود، مدیر تولید بله بود، بسیار یک مدیر خشن، بسیار یک مدیر خشن. و ما یعنی شاید در مکتب نیکزاد ما در خبرنگاری درس خوانده، یعنی گپی که از او نباید چشم پوشی کنیم،
اینقدر با پشت کار ما را ساخته بود که می خلاص همی تلفون نیزاد که می آمد اسکلیت آدم شور می خورد. باز دو دوران من بودم، خانم زینب محسنی بود. من بسیار علاقه دارم که یک یارانه را شما با خانم زینب محسنی هم ایجاد بکنین که اولین بانوی است که با ما در برنامه بامداد خوش ظهور پیدا کرد. حتما انشاءالله، حتما. زینب جان بسیار دختری با استعداد بود، بسیار بسیار قدرتمند بود، فهم و درک بسیار بالا داشت. و زمانی که ما و زینب بوسینی با هم ظهور پیدا کردیم در برنامه بامداد خوش، در اون شب و روز فرمت بامداد خوش و موجودیت بامداد خوش برای مردم به خیلی چیز تازه بود. و خصوصا امو جای جان برادر سعد جان امروز آمد، امو در مطاق کنترل روم در آمد، باز یک ساعت بسیار کلان جور کرد در اسکرین بامداد خوش. و امو ساعتش تاز بسیار زمان ها بود، مردم آرام آرام آشنا شده رفتن با بامداد خوش. و باز یک گپ شده بود که مرا به نام سرخور میشناختن در بامداد خوش که دخترها میآمد میرفت، زینب جان از زردی گرفت. باز یک دختر دیگه آمده بود به نام خانم آرزو. با آمدن خانم آرزو دیگه افغانستان تکان خورد و دو عصر و اوت یک بانویی که خداوند در هر جایی که از زنده داشته باشش دیگه نمیفهم رابطه هم روش ندارم، بی نهایت زیبا بود، بی نهایت. و مردم واقعا هم صبح خود خیلی زیبا شروع میکردن. در دوره آرزو آرزو بود که بامداد خوش باز به یک اوج بسیار قدرتمند خود رسید. بسیار باز بعد از او هدیه جان آمد همراه من، زیاد کسان هدیه آمد، همدرد، آرز آمد، شگفه جان نمیفهم کجا است، یک چند روز فرشته یعقوبی آمد، یک چند روز دیگه او یک دختر دیگه بود که نامش از یاد برفت. خودت دیگه اونم موضوع خط گلم بود دیگه. من دیگه من که باز مدیر سرک خان خو میشناختید بله. یک روز مرا مدیر سرک خان خواست، گفت که نستو اینمی هدیه آمده در برنامه، اینمی را دیگه خلو تصمیم داره تا آخر باشه. ای چی باعث میشد که اینا دیگه تاب نمی آوردن؟ برادره میفهمی؟ شوخ بودی، بسیار شوخ بودی. در اون برنامه هم بعض اوقات شوخی میکردی نادری عزیز، عجب وقتا بود. به خدا ما بسیار زیاد خاطره داریم. راستش همی برنامه صبحگاهی باید امو برنامه باشه که همگی به مو شوق و به مو جذبه او را ببینن، یک روز خوش و خوب را آغاز کنن با او برنامه. و یک چیز که به من بسیار زیاد جالب بود، چون من امروز من در 8 سال 9 سال که در میدیا افغانستان کار کردم، با من یک چیز بسیار جالب بود که آل ما وقتی میبینم شما در او عصر با یک چهره جدید، با یک کرکتر جدید، با یک شخصیت متفاوت، با یک سخنرانی خیلی عالی و قشنگ که در وقتی که شاید سن شما بسیار کم بوده باشه، اما بسیار یک برنامه، او برنامه که صبحگاهی بود یک برنامه بسیار زیاد آموزنده، یک راه را شما باز کرده بودین به بسیاری از جوانا که بیاموزن و تشویق شوند. حتی کاکر صاحب او برنامه به بخش های مختلف تقسیم شده بود. کودکار از دوبلاژ می آوردم، بامداد کودک جور کرده بودم، باشه بسیار بخش ها در او جور شده بود، بسیار یک ویژگی خاص پیدا کرده بود. و من در اون دوره قادر شدم دو بار سعد جان رو ببینم، صاحب تلویزیون طلوع را. یک بار از من بسیار خوش بود، یک بار بسیار سرم کار بود. باری که خوش بود میگفت که من بسیار فیدبک های خوب میگیرم از برنامه. یک دفعه که خیلی کار بود میگفت ریتم برنامه کند است، ریتم باید تند بسازی. فرضاً در یک برنامه که شروع میشه حد یک قلط باید از 150 تا 200 بخش داشته باشی که زوز و تیر شود. گپش هم همی بود، بسیار منطقی بود گپش، که میگفت بیننده تو کسی نیست که چه شو باشه آمده باشه در خانه شیشته باشه یک گلاس چای بخوره و برنامه تا ببینه. بیننده تو کسی است که صبح میره به طرف وظیفه، 5 دقیقه وقت داره که نکتایی خود بسته کنه، تو باید در 5 دقیقه یک مطلب برش بدی، یا فرضاً 3 دقیقه. بازی بسیار برای من همون دوره چی بود، بازم یک فرمتی بود که در ملبورن یا استرالیا پیش میرفت برنامه های صبح. باز چند CD از او رو برای من داد که ببین. باز بسیار واقعا خیلی دوره های بسیار دوره های پربار بود.
طلایی واقعا. یگان وقت که احساس میکنم میگه دیگه ده خوی راست میگید، ولی اما مثل یک خو گذشت به خود آمو زمان، مثل یک بله خو گذشت اینمی در حقیقت. سرعت کاکر صاحب، سرعت زندگی هم اینمی سرعت هم بسیار سریع میگذره و آدم متوجه نمی باشد. من باورم نمیشه که یکان وقت احساس بکنم که دست کم از اون سالهایی که من در طلوع بامداد خوش پیش می بردم نزدیک به 20 سال بشه، ایجید نمیتونم باور کنم. میفهمین یک چیز دیگر اگر متوجه شده باشین نادری عزیز، امی زمان خوش، لحظات خوش زندگی انسان بسیار زود میگذره واقعا و غم و غصه کم یک دقیقه باشه مثل سال میگذره. امو دوران طلایی و امو دوری که واقعا همگی در رشد بود، بله همگی درس، تحصیل، زبان انگلیسی، پانتون، همگی در حالت ای بود که یک چیز بیاموزن و یک آینده درخشان داشته باشند. و بسیار واقعا شما هم رول عمده در او بخش داشتین در رشد جوانان، و خصوصا ما در رشد میدیا. ما یکی از کسان هستم که اگر شما را از نزدیک ببینم دستایتان را میبوسم و شما افتخار قربانت افغانستان هستید. ما یکی از کسایی هستم که شما باعث شدین که ما پیشرفت کنم، شما باعث شدین که ما ترقی کنم، شما کسی بودین که به ما راه را باز ساختین، شما پل گشتین. من یک جمله را براتون ببخشید، من گفتون قطع کردم. خواهش میکنم. بعض انسان ها، من بسیار از انسان هایی که چون خود من در اون مکتب هستم، بسیار کم آدم ها پیدا میشه مثل خودت که البته من کاری نکرده بودم و پیشترم بعض دوستا برای من میگه که ما کاری نکردیم اما تو سپاسگزاری از این همیشه میکنیم. من و کاکر عزیز زمانی که من تو را دیدم در تلویزیون نوری نامده ای، بله یک روزی که من صدای خودت میشنیدم، ما قطر رئیس صاحب رفته بودیم به پنشیر، از پنشیر به خستگی تمام می آمدیم که خودت در رادیو گپ می زدی. بعد من اونجا چیزی نگفتم، گفتم من اینی آدم باید اینمی صدا را باید من پیدا کنم که این صدا وقتی که در تلویزیون نوری آمده. امون جا دلم امی بود که برای شما امی پیام بدم کاکر صاحب که حیف است که اینجا آمده ای، چون اونجا برای خودت سقف برای رشد نبود. و بعد که آمدم در داخل استیجو در رادیو فکر کنم اولین بار شما را دیدم، مثل نمیالی تان باری بودینش، تغییری در سن شما صورت نگرفته. برای من بسیار جالب بود کاکر صاحب و هنوزم جالب است. در بین صداهای در لفل شما من همیشه عراس از این داشتم که خدای نخواسته با خاموش شدن صدای آقای عبدالله عابر ما دیگه اینی فرمت نداریم. اما بسیار من او دوران خوش شدم که فرمت جوانتر از و زیباتر از او صدا را پیدا کردیم. وقتی خودت دیدم و او صدا را بسیار دامه جالب بود. کاکر عزیز من براتون یک مسئله را از همینجا به صراحت یادآوری بکنم که دوستای عزیزم بشنوند. در بیت خودت در دوبلاژ افغانستان و به ویژه در دوبلاژ تلویزیون نورین، من خوب بیاد دارم که شما صدای جنگباور را باز در تلوف میکنم میخواندین در نورین سریالی که خودت صدایش میخواندی، او را مارکتینگ بسیار قدرتمندانه است اسپانسر پیدا کرده بودن تنها بله. به صدای خودت. بعد از او ظهور خودت در دوبلاژ افغانستان یک ظهور بسیار قدرتمندانه بود. خودت یک استعداد بسیار بزرگی بودی کاکر صاحب و هنوزم که من میبینم جزی از استعدادهای بسیار بالا و والای افغانستان هستی. صدای خودت هم همون دوران خودت به نام سلطان صدا میگفتم، سلامت بدون باشی. شک کافر بودم به مو دیدگاه هستم. قربان در شما. بخش گویشوری، در بخش خانش، من تا به هنوز پیدا نکردیم صدایی که بتانه فرزن جاگزین باشه برای من، جاگزین صدای تبین کاکر. و یک ویژگی کوتاهتر بگویم، یک ویژگی امی که کاکر عزیز صدای خودت امی از 40 کیلومتری هم که بشنو آدم، از 40 کیلومتری هم بشنو میفهمه که تبین کاکر است. درود سلامت باشی برادر، قربان و شوم، من هم لطف میکنی. دستای نازنین تو را میبوسم به خاطر خداوند عزیز سلامت داشته باشه. در سن بسیار خورد و در سنی که هنوز شروع نکرده بودین شده بودین. بعضی آدم ها هست
در حال شدن میآیند در تلویزیون، اما شما شده بودید در تلویزیون آمده بودید با کاری اکبر. سلامت باشین. راستش یک زمان وقتی صدای میر و بجاج که من دوبله میکردم بله در تلویزیون طلو، اکثریت کسایی که میامدن به خاطر دیدن، به خاطر دیدن دوبله ها، کسایی که مرا که وقتی میدیدن من خو جسامتم بسیار خرد و صدا یک صدای بلند و بزرگ و اموتو دلخراش دلخراش و گوش خراش. وقتی یک روز شکریه بارکزای آمده بود، شکریه بارکزای یکی از همین سیاست مدارای ما شما، اونا آمده بودن در تلویزیون، باز از همی اگه یادت باشه همی بار بود دمی اولی دبنگ بود، از همی جا میگذاشتن ما کت یکی از همی همکارا استاد بودم و سلام علیکی کرد، باز معرفی کردن اونا مرم صدای انوراگ باسور، یک همکار ما سما جان زلمه دب میکرد و من صدای بجاجه، باز به او گفت که این صدا من صدای انوراگ باسور دب میکنم و این صدای میر و بجاج. بجاجه. وقتی کلیگه پزد مرم شکریه جان بارگزه کمی دید گفت راست میگین، گفت آهای صدا چیره از درسته که اینا قیق گفت یک دیالوگ بگو. باز یک دیالوگ بودیم و او بسیار زیاد جالب بود. نادری عزیز قربان شما، نادری ما بازمان از اینکه خودت طلو رفتی کاکر صاحبی، حقیقت من بگویم بازم و رئیس صاحبی تلویزیون نورین که ما در جایی که در اتاق چرخکیدم بالا که میشیم بازیگان کسا که میامد میگفته بگیم سریال بیادر گل 24 یا چیره، باز رئیس بسیار با افتخار میگرفت میگفت که دیده بود ای دمیجا کار میکرد. یک چیز بگویم، امو شش ماماش ما نگرفتی از پیشش. کاکر صاحب شش ماماش خودت از چیک از بسیار مردم ها سال شوخی میکنم وقتا به ما یک ناجوانی یک داشت آشاره یک ناجوانی داشت، مشکل همی بود که داشت نمیداد، ایتو نبود که نمیداد. ما یک چیز بصفت یک رفیق و یک دوست باید بگیم که یاد میایه وقتی که آمدی به اولین بار به ما گفتی که ما اینجا ما خودت مشناختم اما خودت ما را نمشناختیم، به ما یک چیز گفتی، گفتی ما اینجا پردکشن منیجر هستم. بله اون وقت ما میتونم که اینجا خودت بسیار زیاد پیشرفت کنی و یکی از برنامه های تلویزیونی را برات بتم، اما ما نمیخوایم که تو اینجا باشی. با ما دیگه اموج راستش ما احساس کردم که والا یک مانه خو اینجا هست، خدا خیر و پیش کنه. تو واضح بر من نساختی، نگفتی که یعنی بله. تو یک آینده بهتر از اینجا داری و بعدها باز من متوجه شدم که شما لطف کردیم در حق ما و همیشه از او سپاسگزاری میکنم. یک چیز دیگه اونجا واقعا حیف میشدین کاکر صاحب اگر که اونجا میموندین، امروز دیگر مردمی یا صدای شما بر گوش های بیشتری مردم تنشین نمیشد. با دست کنم من اونجا احساس میکردم که شما در یک منجنیق فراموشی غرق میشه، با او خاطر و بسیار زودم باز شما به طلوع را یافتین و این بسیار برای ما خوشایند بود. بسیار زود فرار کردم. بله بله و همین در طلوع هم او وقت ها متوجه باشیم که کاکر شد در طلوع حتی نزدیک طلوع شدن خودش یک گپ بود، شما حتی در اون گوشش زیاد مردم پا گذاشتن هم میتونستم و یکی از دوستانی که مثل شما را یافتن و در طلوع که محسوس میشدی خودش یک قهرمانی بود واقعا. کارمند داشت و در بین 800-900 نفر خود به اثبات رساندن در یک بخشی بسیار کار دشوار، واقعا کار دشوار بود. من در بخش رادیو هم کار میکردم، طارق جان مجیدی فکر میکنم و مدیر رادیو بود، یک برنامه داشتم به نام بگو بشنو که وقتای شب نشد بگو بشنو. بله یعنی همو شوق و علاقی که نسبت به می کار و وظیفه خود داشتی. من یادم میاد که ساعت 8 یا 8 نیم بجا تلویزیون می آمدیم، ساعت 11 12 از تلویزیون ما می آمدیم، یعنی نه عید داشتیم نه برات داشتیم نه روز جمعه بود نه نوروز، 24 ساعت با همون شوق و علاقی که به کار و وظیفه داشتیم. واقعا ژورنالیسم یک
وظیفه ايش مقدس است. بله، واقعا او روز در تیک تاک بود، در کجا طارق دیدم ریشاش سفید شده، من گفتم از برای قرآن یکی والله او شوقی جور کرده، او کارا رو شوقی میکنه او آدم. بابا مثل عمل پوپل وره پوپل اکو میخوش پوپل هم سر خود سفید کرده. و هیچ وقت کاکر صاحب با وجودی از این که نه عیدی بود نه براتی بود نه شبی داشتیم نه صبحی داشتیم، اما هیچ وقت خستگی هم رخ نمیداد با آدم. دقیقا، هیچ گاهی راست میگن، آیا بسیار با شوق و علاقه کار میکردیم راست و بله خوراک. تمام خو 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 دوستو عزیز، شما میفهمید نستو نادری، ما بعض اوقات میگم یکی از کسایی است که تهداب همین ژورنالیزمی که در افغانستان جدیدن آمد، یعنی بعد از طالبان تا پایان، تا حکومت دیگه طالبان، دیگه خودت فعال بودی. نادری عزیز، من یک چیز پرسان کنم، چی باعث شد که خودت افغانستان را ترک کنی؟ من یادم میاد در یکی از برنامه های تلویزیونی خودت به گرداننده برنامه آفرینی دادی و گفتی که آفرین که افغانستان را ترک نکردی و در افغانستان ماندی. چی باعث شد که خودت ترک کنی افغانستان را؟ من به کاکر ارجمند، من در افغانستان امو دوره که مسائل گریز شروع شد برای ما، اونمو زمان خداوند همیشه سربلند و سرفراز داشته باشه، آقای عتیق رحیمی را و آقای صدیق برمک، اینا برای ما اموزا چی دادن که دستو ادهی می برای حتی به همکاری آقای عتیق رحیمی و آقای صدیق برمک برای ما برگه های رسمی که معادل ویزه بودن، بله آمد که یار گرفته میتونی بروی در میدان هوایی و باز از میدان هوایی میشه که دوستا با نیروهای فرانسوی ببینید تو را در تیاره های نظامی بکشن. اوزاره که من دیدم گفتم نه، من تقریبا 9 ماه در داخل امو خود افغانستان ماندم و کمک های بشر دوستانه را ادامه دادم. او وقت ما یکی از پروژه های که از آقای یکی از بزرگوارای بود به نام قیام وطن را تطبیق میکردیم. درست. بعد روز بر روز جناب کاکر عزیز، روز بر روز اوضاع تنگ تر شده میرفت به من، گپ زدن نمیتونستم، هر روز برای من البته پیام ها می آمد که در برنامه هایی که اینو تو بگو اونو تو بگو و اینی برنامه هایی دیلیت کو یا این طرف ها. باز من متوجه شدم که شاید اشتباه کرده باشم که امو دوره نبرآمدم از افغانستان. من از اینجا سپاسگزاری بسیار ویژه می کنم از جناب استاد محسن مخملباف. محسن مخملباف یک سینما، یک دارای یک مکتب سینمایی در جهان هست. مخملباف صاحب در یک لیست ویژه خروج از افغانستان و بسیار سریع از برای آلمان نام مرا داده بود. تقریبا در 3 ماه مکمل شد و باز برای من یک پیام آمد که شما در ظرف کمتر از 72 ساعت باید خود در ایران برسانید که ویزای شما در ایران صادر شده. باز ما آمدم تقریبا 2 هفته در تهران ماندم و بعد از 2 هفته ما آمدم آلمان، در این جایی که فعلا ششتیم با شما صحبت میکنیم، مستقیم مرا همین جا آوردن و در هیچ کمپی هم نرفتم. یکی از خوشبختی های شمیز که من وارد هیچ کمپی نشدم. من کال احساس میکنم گرچه خیلی دشوار است کاکر صاحب برآمدن از وطن، پدرم اونجا مانده، مادرم مانده، شیرین مانده، خیلی دشوار است، اما یگان وقت که به طرف دخترای می، چون من خوشبختانه میره میگم که تعداد کودکای دختریم زیاد است، من 3 دختر و 1 بچه دارم، خدا رو شکر. اینا به صنف 6 رو به نزدیک می شدن و بعد مکتب برایشون بسته می بود. به او خاطر من فکر کنم که قربانی دادیم ما برای نسل بعد خود، مجبور شدم من بیرون شدم. من به یاد دارم در سال 2014 من از افغانستان وقتی آمدم به امریکا، بله به سیاحت آمده بودم به 20 روز. بعد تصمیم گرفتم و دوستا و رفیقایی که گفتن باش و بعض موضوعات باعث شد که من باشم،
گرچه یک برنامه بسیار بزرگ تلویزیونی به نام کلید طلایی ما بله باید را گردانندگی میکردم، یک گیم شو بود، یک برنامه بسیار بزرگ بود که بعدها وکیل احمدزی را گردانندگی کرد و بلبورد ها در کل افغانستان نشر شد و او یک ترنینگ داشتیم در ترکیه. بعد از او که ما افغانستان آمدم، باز از افغانستان آمدم امریکا. ما یاد به یاد دارم که ما خودت صحبت میکردیم در 2014، ما گفتم که نادری عزیز بیا طرف امریکا و کانادا، این طرف ها بسیار خوب جای است، جای قشنگ است و خوشت میاد. و ما گفتی که بیادر امی ما اونجا بیایم، ما چی کنم، چی کار بکنیم؟ بله چی کار کدام میتونم ما اونجا بیایم؟ امیجا هستیم در این وطن، بان ما امیجا، اگر خوب است یا خراب است، هر چی که است، اگر خاک باد است، اگر گل است، لای است، برف است، باران است، چکک است، هر چی که است همینجا خوش هستم. بعد شما وقتی در برنامه تلویزیونی هم که گفتین که به او بله گردانده که آفرینی دادین که خوب شد که نرفتین، باز که من یک چند وقت بعد دیدم که خود اینجا سی به من سوال برانگیز شده این موضوع که بله رفیق ما باز او نمیخواست که همیشه بیاد. مرا یادواری میکنه او آقای رامکی است، میگه که او بیادر مردم تشویق میکنی که پاش باز خودت میگریزی. اونم شب و روزم کاکر سای باور کنین که من به می عقیده بودم که نه باید در افغانستان ماند، بله اما شرایط روز به روز ناگوارتر شده میرفت، ناگوارتر شده میرفت و من متوجه شدم که یک روز نه یک روز با هم ما در تقابل قرار میگیریم. درست گرچه برای 3 بار ما برده شدم توسط یک نهادهایی که حالا من نمیگم کداما، برای بازجویی که آیا این کمک هایی را که میکنی که از یهود و نصارا نیست، بازی را به اثبات برسان که این رئیس قیام وطن یهود است، نصارا افغان است، در حالی که یک بزرگوار ما هست فعلا هم در دبی و در استرالیا زندگی میکنه، از بچه هایی است که در ملبورن تولد شده، درست از بازرگان های بسیار عزیز ماست، بانک داره، یک بانکر هست و درست میخواست کمک های بکنه، نمیفهم کالا در افغانستان کمک های شدامت داره یا خیر. همون دوران خیلی کمک ها میکرد که ما او را تطبیق میکردیم در کابل. در ولایات مختلف ما می دیدم ویدیوهایتون رو نشر میکردین که می رفتین و حتی تو بسیار مفید بود واقعا. بسیار کارهای برای مردم، کارگاه های خیاطی هم جور کردیم ما در دوران برای بانوان، کارگاه های خیاطی بعضی کسا را برشان دکان ساختیم. خب بالاخره کارهای صورت گرفته او دوره. درست درست نادری عزیز، ما میخوایم بپرسم که گاهی هم هوای وطن در سرت میزنه که بیا که بریم چی کنیم، بیا گمش که هرچی که هسته. ولی گاهی من خوی یک مشکل به مواجه شدیم کاکر عزیز و نمیخواست مواجه شد. من وقتی به تیک تاک وارد شدم یک مشکلی که من قدش رو برو شدم، من منتقد بودم مگر من دو زبانم ساخت تیک تاک، متاسفانه یک آن درست وقت میبینم بسیار دشنامهای رکیک و وحشتناک از زبان من بیرون شده. یک دوست دارم به نام شاپور در کانادا زندگی میکنم، میگه باز اون دو گیره کدی او شوی باز دو گیره کدی. اتفاقا دی نشوان با تأصف که یک برنامه را ما میخواستیم انتقاد داشته باشیم سر آقای بشر دوست دو گیره شدیم و من خدا کنه که استادان بدم. بشر دوست نشنوه. نه بشر دوست خود دوست بسیار صمیمی و عزیز ماست، خداوند مرا ببخشد. من آمین. معذرت میخوایم از برنامه خودت، از اونم شاپور هست که حضور داره میبینه برنامه را دیگه. امو من معذرت میخوایم از آقای بشر دوست من، خدای ناخواسته کدام توهین و تحقیر نبوده و یگان وقت این فضا هم میساز آدم دقیقا همه چیز همین مردم باعث میشه، به خدا اینا بله همین مردم قسم است، یک صدها کامنت مثبت یک طرف، اما یک کامنت منفی، بله هر چیزی که خودت، هر رقم که خودت برخورد میکنی، من مجبور میشم همون قسم برخورد کنم. فضا آدم یک مجبور مسئله میسازه است که بعض موضوعات کاکر آدم صاحب. جدی میگیره. من بله هر عمل عکس العمل داره، درست دیگه. یگان آدم ها را من میبینم که درونشان اینقدر تاریک و متعفن و زهرالود و گفتیم ایندیای ما زهریلی است که در یک کامنت اینم فکر کن که یک گشتم ما از صد مورد خاکستر میکنه.
باز در یک مرحله قرار داری که باید بخزی به پاسخ دادن به اون که باز میخوای پاسخ بدی به زبان خودش، میبینی که خودت تخریب کردی. متاسفانه در این اواخر هم تو گاه گاهی مشکلات بسیار زیاد احساساتی میشی. راست من میبینم، من هیچ برنامه تا از پیشم خطا نمیخوره، بعضی اوقات میگم که نباید تو باشه، اما من درکت میکنم، من درکت میکنم. اما یک لطفا مسئله دیگر میخوایم خدمتت بگم کاکر صاحب عزیز، همین لحظه که من با خودت صحبت میکنم، یکی از دوستای بسیار ارجمندم که من مثل برادر بزرگ دوستش دارم، اونا نامشون آقای جاوید سالارزی هست، یاسین سالارزی بسیار باشه، درست. آقای یاسین سالارزی از بچه های مشرقی ما شما هست، در لندن زندگی میکنن. سالارزی صاحب قرار است که کتاب بعدی از ما، این کتاب اونا حمایه مالی بکنن، در افغانستان چاپ شود و درست. سرعت بره به ترجمه زبان پشتو و درست. دوباره در انگلیس کوشش شود که البته ترجمه انگلیسی شود. آن قریب کتابم بیرون خواهد شد. درست. مشوره از این بزرگوارم برای من این بود که ما یک اندازه باید بویژه از تیک تاک اینا بیرون شد، به خاطر که من تصمیم نیست که با آقای سالارزی تقریبا در ماه حمل و بعد از ختم رمضان کتاب شکستگان که کتاب مجموعی از داستانهای مختلف زندگی من هست، ایره به درست. خیر در افغانستان چاپ بکنیم. دیگر درست. شاید بعد از این من خود من خسته شدیم از تیک تاک ها، بسیار کم یک چهره کاملا جنجال برانگیز ساختی خدا برادر. یک دارم. چهره پر سر صدا. همیشه که من میخوابم شب، شب که میخوابم وقت صبح بیدار میشم که میبینم اولین ویدیو از خود میاد که نستو نادری در تیک تاک. یک وقت من یادم میاد نادری عزیز که در افغانستان وزیرا و وکیلا اینا از خودت میلرزیدن. من به یاد دارم یک زمان، اگر خودت نادری عزیز کارکرد های تا من بسیار دوست دارم و او قربانی های را که خودت در بخش ژورنالیسم البته در این رشته مقدس دادی و چندین بار بندی شدی. من یادم میاد یک وقت، یک زمان ما خودت همکار بودیم که موضوع انفلونزای مرغی آمده بود، یادت بله، است؟ انفلوئنزای مرغی آمده بود، باز وزیر بود فاطمی صاحب، او تو انفلوئنزای خوکی آمده بود، AH1N1، AH5N1، ده مرغ آمده بود، نه امی ده مرغ بود فکر میکنم. ده خوک بود، میگفتن انفلوئنزای خوکی است آمده در افغانستان، از طریق مرغ هم میگیریتان. و یک دم آمار ها تغییر کرد کاکر صاحب که شفاخانه فلانه 500 نفر که یک رقم مردم ترسیده بود. باز من در زیرم شو خو که میکردم، گفتم ما برادر نخواتم تو یک گپ باشم. سبا که آمدم اولین کاری که کردم این کمره را گرفتم، این تمام شفاخانه را در آمده این بگداری کدام مریضی انفلوینزای نیوانه که یک دم وزیر با کم اما گودی پران بازا بگم خطک باند خیلی که وزش خراب کرد. باز یادآور میشه که بیار این قرآن شریف که من سرش دستی و هدف ما، هدف ما این است که خودت مثال یک کسی بودی که واقعا مردم خودت بسیار زیاد دوست داشت. ما یادم میاد کمی تاجرایی که همی گوشت این موضوعات گوشت می مرغ آوردن، با خودت پیشنهادات انگفت کردن، گفتن که حتی خودت اگر پشت می گوشت مرغ و موضوعات رها کنی شاید ما بر به اندازه پول بتیم که اولاده اولاده تا بس کند، پشت از این نگرد، خود در گردانده هستی، در یک تلویزیون کار میکنی با یک ماش بسیار کم، ما برد پول میتیم، اما همی کار نکو. اما خودت نپذیرفتی، ما بیاد دارم به ذهن ماست، یک واقعا ما قسمی که ژورنالیزم یک وظیفه مقدس است، خودت تقدس نگه داشتی و مردم خودت بسیار زیاد دوست داشتن، تعقیب میکردن. در اواخر از هدف مسئله ازی است که در اواخر چهره جنجال برانگیز در تیک تاک شدی، او وقت چهره جنجال برانگیز در او دوران، او دوران من خیلی دوست دارم. آره من بسیار گفتم ایرانی ها یک چهره پرهاشیه شدیم، هیچ فراموشم نمیشه که فرزن ام تیک تاک سال کده روان هستم که میبینم در بگراند یک نفر عکس من موندگی چی ها که نمیگه
برای من باور کن که کاکر سای خیلی خنده آور است. تو جمعات کو داره میگه برای که تو که تو بدونی از او جورنالیزم به نظر خود جورنالیزم یعنی چی؟ به نظر ما مریم کاکر سای جورنالیزم یعنی عشق، یعنی من جورنالیزم مثل پرواز دوست دارم. فرزن تعریف من از جورنالیزم ایست که پرنده ای که بال داشته باشد، و در این روزا که من نمیتونم پرواز بکنم از جورنالیزم، باور کن کاکر صاحب اینقدر پشت یک لحظه دلم تنگ شده که یک صبحی باشه ساعت 6 بجه از خانه برایم، 7 بجه در یک استیدیو درایم و برای دوستان بود با امداد تان باش بله صبح پیش ببرم. بسیار پشت همت یک برنامه دق شدیم، پشت استیدیو دق شدیم، پشت کامره دق شدیم. من یک چیز برات بگویم که جناب کاکر عزیز، ژورنالیزم باز یک عشق است که وصلت و فراق داره. یکان وقت باور کن که برای خودم گریه میکنم در تیک تاک ها که میبینم، خدا که میبینم فرزن شو اینجا یک رقم گفتیم شاکوری رفیقم که دو گیره شده، صبح که میبینم که اون رکی گویی هایی که از زبان من دورون شده که من واقعا برای من خوش رایم نیست، کلش که میبینم میگم که فرزن در فقدان ویتامین B6 لبایتان میترکه، در فقدان ویتامین دی استخوانهایتان ضعیف می باشه. باز به خاطر گریه میگیره که میگم می در فقدان ویتامین ژورنالیسم است و فقدان ویتامین است که من نیاز دارم که چون این قفس نسزایی چه من خوشن ها نیست روم به گفتن رزوان که برو خوان چمنم اینجا جایی نیست که من بیایم وقتی که آنخه یک اکواری بسنی در این دقیقا که من میبینم که ای نه اکتان از مایی های لقک میگن و برای من اکواری و گاگای تنگی میکنه. هدف هدفی هست، خب هدفی هست نادری عزیز، که حالا وقت تک تاک در دست جوان هاست، این را شما بهتر میفهمین، همه جوان ها استفاده میکنن و جوانانی که این استفاده میکنن از شما بسیار زیاد خاطرات دارن و شما را در یک جایگاه بسیار بلند میبینن از شما، چون خاطرات در گذشته داشتن، خاطرات خوب، کسی که میامدن روزانه 1 ساعت یا 2 ساعت برشان میگفت که در آینده چی کارها باید انجام بدین. امروز شما وقتی حرفا و چهره جنجال برانگیز دارن و اینا نشان میدین، اینا باز یک کمک واقعا دلشان مشکنه. من بسیار خودت دوست دارم، میره بهتر میفهمی که خودت یکی از کسایی هستی که یک سخنور خیلی عالی و دوست داشتنی و با معلوماتی که خودت داری شاید بسیار کمترین ژورنالیست های افغانستان داشته باشد و خدماتی را که خودت در بخش ژورنالیسم افغانستان انجام دادی و اینقدر جوانا را تشویق ساختی و مردم رهرو و در قدم هایی را که شما گذاشتین مردم در قدم های شما قدم گذاشتن و امروزه مردم، من میدانم که شما را تعقیب کردن، شاید شما بهتر بفهمین که وکیل و وزیر شدن از امی ژورنالیسم و کسایی بودن که شما را دوست داشتن، شما را الگوی خود قرار داده بودن و من خودم به ما یک الگو هستی، خودت حال هم یک الگو هستی. ژورنالیسم یعنی حقایق و وظیفه یک ژورنالیست چیز است که حقایق به مردم برسانه، هر چی اگه باشد، نه طرفداری از حزب و جنایی یا هر کسی یا پدر یا مادر یا برادر سازمانی و موضوع دیگه. کاکری ارجمند، من یک جمله براتون میگم، من متاسفانه متوجه شدیم که ما در تیک تاک با یک بدبختی بسیار بزرگی روبرو هستیم و این بدبختی است که من خوب هستم تو ملامت. باز تو برای من میگی که من خوب هستم تو ملامت، این درگیری در این موقع وجود داره. او روزای من دیدم که در صفحات انداختن که مرش مصالح ملی، حالا دیدم که تا جای تحصیل گذار هست. من متاسفانه که من بسیار تکر کردیم در تیک تاک، بسیار زیاد تکر کردیم. یک رای حل همیست که برای یک مدت دوستان ارجمندن برای من گفتن که این رای حل همیست که بعض وقت اصلا نباشه آدم بهتر است، حضور نداشته باشه. بودنتان فکر میکنم خوب است که باشین، وقتی شما صحبت میکنین خدا شاید از اگر 3 ساعت صحبت کنین، ما 3 ساعت پیاپی حرفا و گفا سخنان شما رو میشنوم. همه هر چیزی که شما میگین من دوست دارم، حتی همون دشنام اگر میتین
خدا شاید است عرفا و گفها و سخنانتان یعنی همش آموزنده است و شما حقایق میگین، اما متاسفانه که امروز ما حقایق نمیپذیریم، درست؟ ما کسان نیستیم که حقایق بپذیریم، درست؟ و ما ما به مخالفت یک مشکل میکنیم. مواجه هستیم کاکر صاحب، ما به یک مشکل مواجه هستیم که یکی از دوستان ما احساس میکنن که برازندگان تباری از اونا کسایی هستند که باید اونا مقدس شمرده شوه و برازندگان تبارهای دیگه شیطان ها هستند، آدم کش هستند، خائن هستند، خیانت های ملی کردن. یک چیزی که من از خودت بسیار خوشم میای همیست که من هیچ وقت با وجود تخلص کاکرتان من هیچ وقت درک نکردم که در کدام تبار زندگی میکنیم و بیشتر دوستای من این نموت از کاکر صاحب بیشتر دوستای دقیقا من. دقیقا اما اینجا در داخل بحثای میری که چارچوکات شدگی است، بله. در تو اگر تاجیک بوی از یخنت میگیرن که تو تاجیک بوی کجا تازیست را و میگیره امی بحث ها از اونا کجا را میگیره امی من پنج تو شش حال نفر میگیرم جایی را نگرفته به جز از جالبی هستم که یک چند نفر میای اونا تصمیم گیرنده ازی است که کی باید وقتی میگه که کت از این قوم بند ام چهار نفر که در تیک تاک هستن فکر میکنن که اینا منو هستن و بند شد طرف از یک قوم هیچ کاری نیست فقط حرفای شما گرفای شما تنها دم تیک تاک میمونه ازی بیرون نمیره از دستان هیچ چیز نمیآید نکنین لطفا خودم خراب نکنین یا کس دیگرم خراب نکنین متاسفانه حرفای شما بجا هست نادری عزیز با تأسف با درد که ما به همین مشکل مواجه هستیم و کسانی هم که میآیند نمایندگی میکنن هیچ پیشینه ندارن. در این همی مثل یک نطفه که شما یک نطفه را که در گاوهای زراعتی آدم پیشکاری میکنن اونم تو می نیست یک نطفه در داخل بطن تیک تاک پیچکاری شدن و حالا می نیست یک فرزند زراعتی داره ظهور پیدا میکنه و باز با این ظهور نمایندگی میکنه از یک تباری فرزند مستقیم میبینم که برای قوم ها دشنام داده میشه و این بسیار دردناک تمام میشه برای من و من فکر میکنم که ما سردوچار این سرطان بله هستیم از این پیش ما را وحشتناک میکنه اما بهتر از کارم حضور داشته باشم بسیار زیاد نیست. ما یک برنامه هفته یک برنامه دارم این برنامه را به خاطر مردم های که لا الله می نویسند لا الله برنامه مستد ساختیم یارانه فضای دوستانه و رفیقانه بله هست با بعضی چهره ها و الگوها را دعوت می کنم از اونا ما بیاموزیم این کار را انجام دست کجا خواست کردین آمدین آن از در طلوع باز نوین بازمی بخشای خودتان ما می خواهیم که یک خاطری طلب یا خاطری خود تلخ از این ژورنالیسم 20 سال شما این قصه کنید یا اول کدومش اول قصه کنید خوشش یا ما نه اول خوشش هم میخوایم قصه کنم کاکر عزیز. من نمیفهم که شما برای دیگه درست میبینید کاکر صاحب اسکرچ پیدا کرد فکر کن خاطره خوش همی بود که من بیسار شما رو میبینم بله خاطره من خوش همی مخصوصم بود کاکر صاحب که مرا استاد رزاق معمول تماس گرفت گفت که نستو اما اینترویوی که دادی در تلویزیون طلوع پذیرفته شده سباب یا با صبح که رفتم اولین بار که می دروازگه که طلوع را در روی من باز کردم از دروازه پرودکشن داخل دیدم که یک تعداد بچه ها چشمم اولین بار در احمد پوپل خورد که احمد پوپل و او بچه دیگه شکه بیسار دیگه در دوران قهرمان های جهان بودند در افغانستان خصوصا که پیر و مرد و بزرگ همه احمد پوپل شکه بیسار بودند. اولین بار که چشمم خورد به عمل پوپل که او دیگه یک قهرمان ها را دیدم ناز ما آمدم داخل که آمدم که او دکتر بانو را دیدم دیگه اونو فرزانه سرمی را دیدم بسیار علاقه داشتم که سیما صفا را ببینم که چی رقم است دانشی ها را دیدم دیگه داخل یک جایی که کسایی را ببینم که بسیار برام خوشایند است. یکی از امون روز در دلم میگفتم کاش کمی امروز هیچ خلاص نشد عبدالله یابه را دیدم که آینکایش در چشمای جمعه نسبت به کلگی متفاوت تر باز اونمون روز خوشایندترین روزی بود که دقیقا من داخل تلویزیون یک دانشمند بزرگ ژورنالیسم افغانستان
داخل تلویزیون طلوع شده مرد بزرگ. بدبختی من بگویم برد کاکر سایه، دوران اعتیاد بود باید که بدبختی میشنم شما صدای من؟ بله آمه صدای تانه میشنم اما بیست تصویر صدای من تانه رو سکرچ میشنم. دارم. من نمیفهم شما کامنتار خوب باز نکردین. نه، ما هیچ چیز باز نکردیم. خوب شما را دارم، من نمیفهم که بله خو نه، حالا شاید صحیح ما شد. شما را درست میبینم، من نمیفهم که چرا من سختگی شما را درست میبینم، گاهی صدای دست. سکرچ. یکی از خاطرات از درستی را جلو داشته باشه. لطفا سفر با دوستانتان شریک کنین و لایک هم فراموش نکنین. بله دوستان، مهمان اگر این برنامه سفر ما رو لایک نستو کنید. نادری، یکی از کسانی که بله یکی از کسانی که شما میشناسین و در بخش ژورنالیسم افغانستان بسیار زیاد کار و خدمت کرده، امروز در برنامه یارانه مهمان تمیم کاکر است و ما قصه گپ داریم. عزیز میخوام بپرسم از طرفدارای در زلا قمندت یگان خاطره جالب قصه کنید. باز در خاطرات تلخ بله یک مسئله را برتون بگویم که کاکر عزیز ما را باز یک دوره شد که همی سال 2007 بود، سال مولانا شد به دبستان جهان. باز امی استاد عطا محمد نور بیادر یک کاکگی کرده بود سر تمام شاعران و نویسنده‌ها، یک تیاره را شخصی گرفت از کامیه را دیگه. باز ده ای تیاره تمام شاعران و نویسنده‌ها ما بودم، پدرم بود، خدا ببخشه استاد رهنورد زریا بود، خدا ببخشه نیلا برحیمی بود، مدیر صاحب صدیق خان بود، شریف حسن یار بود. باش که از او هم یک عکس داریم که کلگی استاد است دیگه. بسیار بچه ها بودیم دیگه، شاعرها کلش بود، خدا ببخشه استاد ایدری وجودی بود دیگه، حسین فخری بود دیگه، بسیار زیاد بودن. کل ما یک چل می گفتن یک تیاره را، که فکر کنم که 50 نفر هم قدرها می برد. این تیاره آمد در کابل بالا شدیم، رفتیم مزار شریف. دوران است که استاد عطار امپراتور شمال میگن دیگه، او که بسته مزار دیگه در دست استاد عطاست. وقتی که پایان شدیم از میدان هوایی کمی به مجردی که در شهر رفتیم، که او ای مردم خصوصا همی دخترک های همسنسان خودم نو از مکتب رخصت شدن، که یک آهاله بود که اون نستوی نادری، نستوی نادری شریف حسنیار و مدیر صاحب صدیق خان در بوتر قدمه بودن، که بسیار دیگه برای من تو یک لحظه بود که احساس میکردم دارم پرواز میکنم. بسیار خوشایند بود. نانا شریف شاهدی صحنه بود در مدیر صاحب صدیق خان. خلاصه چند روز ما که در مزار شریف ماندیم، ما و مدیر صاحب صدیق خان و شریف حسنیار اینقدر خنده کردیم که فکر کنم احساس بکنم که لذت بخش ترین لحظه. و اتفاقا یک شاعر یک نویسنده با آمده بودن، حتما اشتا که خودم آورده بودن در اون زمانی که در آمدیم پیش استادت ها دیگه، و قصر استادت ها بسیار کلان بود، خودش دیگه و امپراتور شمال بود مشاور، خودش دم بالا شیشته بود که میکنه که در آمد که مرا دید استادتا، گفت آفرین، ما بسیار برنامه های تو را میبینم که اوه دیگه بودم بسیار این بسیار افتخار بزرگ بود دیگه. باز به پدرم گفت که بسیار بچه با استعداد از برنامه هایش میبینم. باز در این اصلا هم یک شاعر یک که دیگه کس نداشتن، یک طفلک هم آوردم دمی دربار جناب استادت های طفل تو چیغ میزنه و ما و صدیق خان و مدیر صدیق خان و شریف حسنیار بسیار خنده کردیم. بسیار یک روزای خوب بود، بسیار یک بیمار نوازی خوب کرد استادت ها. یک برنامه گرفت در مورد مولانا گرفته بود، باز شفیق پیام بود از دوستان و از بچه های جنای استادتا و شفیق پیام اینا بودن. باز برنامه تمام شد، استاد زریاب هم یک سخنرانی داشتن، پرتو صاحب هم یک سخنرانی داشتن. باز از او سر که می آمدیم دمو سیت آخر کشیشتیم، ما بودم خداوند ببخش استاد زریاب، باز نمی کنار ما یک مرد آمد شیش
گفت که چی حال داری؟ برای که گفت چی حال داری؟ شکر خوب هستم استاد، قدش بسیار احترام کرد، یک رقم می تو همی استوار دمید او بچه بیا رو. من می گفتیم چرا این چی رقم یک آدم هست که در بین شاعران نویسندگاهی تو سر استوار دی تو همرو می کنی. باز یک وقت استاد زریاب یک کمه که در عوالم بودیم کل ما در عوالم بودیم، باز برای گفت که ایره شناختی؟ گفتم نه. گفتی کامگار است. باز اولین بار قطعی کامگار سای باشنا شدم که کامگار دیگه خداوند همیشه زنده داشته باشیش، بیخی یک مکتب خاص بودم. مچم خودت امرایش از نزدیک دیدی یا نه، یک لوی بودن به کامگار میزی به واقعا. نه به خدا ندیدیم، خوشبختانه یا بدبختانه ندیدیم شما. باز امیدنا از امیم از جیب خود دمید بوتل آب معدنی یک بسیار یک چیز جانانه برای ما استاد زریاب خودش ریخت و با هم نوشیدیم و بسیار خوشایند بود. نو یک تیاره خریده بود، وقتی نزدیک میدان هوایی که میشتیم باز مرا گفت که بسیار برم جالب بود که هیچ از یادم نمیره، از ام بالا تیاره بسیار کنان بود. باز گفت سلک آهوی پدره. باز بود از او دیگه شاید آهوهای زیادی داشته باشه کامگار سایم خداوند زنده داشته باشه، نمیفهم که حالا آلیم دمو شوق مستی است یا نی. خوشترین لحظات زندگی کاکر سای بینمی دوره بود دیگه. بدترین شما بر بگم طولانی نشد، بدترین شمی بود که اگر روز معتاد هستم دمی بخل چی جوی شیر دمی جا دیگه کپگک زدیم قد سه تا بچه ها این همی جا مواد میکشم. یک وقت دیدیم که هوا صاف، مگم باران میباره سر ما. من گفتم چی رقم باران است؟ بیرون که برآمدم یک نفر چی بگویم دیگه بسیار از همین وطندارای ما هم گفتن میشه، وطندارای یک ولایت بسیار سربلند و مردخیز ما، میدانه که همیجا منتادا شیشته این همیجا شیشته و میشاش از سر با من همیجا برآمدم. گفتم بزرگوار اینجا خوب خیر است دیگه، ما خود آدم هستیم ما خوب. ای کمی شاشیدنش تمام شد از اونجا یعنی بسیار سنگای کلانه گرفته و مرا میزد، میگفتی پدر لعنت ای مشو فلانه بسمدانه. ای اونمو آدم است که یک زمانی در کش بود در نورین، در یک مجلس میره سه بار سلام داده میباله که مرا نگیم. من نمیفهم در کدام جایی که سلام داده من متوجه نشدم، یا یک رقم اقی و قدمان بود در برابر من. من را قدر سنگ باران کرد، بسیار سنگ هایی که محکم دوستایش همش میگرفتم و میزد. یعنی یکان وقت اواق سرد میشد در نایه شانه های بسیار درد شدید احساس میکنم و از بعد از امو سنگ هایی که خوردیم یکی بود سرم هم خوردم. بعد او زمان متوجه شدم امو شوش که بسیار درد شدید داشتم، بعد به یاد امو روزای مزار شریف افتیدم، گفتم این جورنالیزم چه ها که نمی کنن. گای در دربار امپراتوری برات کف زده میشه، گای هم در زیر جوی پل جوی شیر رو زده میشه. بله، خوش بسیار زیاد خوشحال از این هستم که خدا را شکر یک قهرمانی را انجام دادی از اعتیاد که البته دامنگیرت شده بود نجات یافتی نادری عزیز. ای به ما افتخار است و خودت الگو گشتی به هزاران معتاد که اونا راه خودت را تعقیب کنند، قسمی که در ژورنالیسم افغانستان خودت یک گلگو بودی، مردم راه و گونه که خودت سخنرانی میکردی تعقیب میکردن، همون گونه از این مواد مخدر هم خودت که ترک کردی بسیاری از مردم ها تشویق شدن ایرا را البته تعقیب کردن و ترک کردن. نادری عزیز بر ما از این بگوین که چرا شما در زیر پل و در اونجا می رفتین مواد استفاده میکردین؟ بعد چی می شد؟ ببینین من یعنی در 7 سال اعتیاد خود در خانه یعنی یک تمثیل می کردم که من میرم وظیفه گویا، من میرم تلویزیون و باز تلویزیون نمی رفتم، می آمدم همون ساعت کاری را که باید در تلویزیون می بودم همون ساعت می آمدم در زیر پل می بودم. باز که خانه می رفتم باز یک روز مادرم برای گفت بچه این بم لحجه بدخشانی گفت روی سیاه اگه تو تلویزیون بری. تو گفت دیگر وقتا تلویزیون می رفتی می آمدی بسیار تر و تازه،
آل تلویزیون میری میایی تو سیاه و چرک و چتلی چی رقم تلویزیون از آل میذاری خانه میری چی رقم؟ باز نهایتا 9 سال احتیاط، تقریبا 5 سال، 2 سال 3 سال اولش تو بسیار در یک مرحله خوب گذشت و موترایم بود و باز راننده هایم بود. بعد از یک مرحله دیگه اونا بارا بارا مرحله ها کردن. باز تو یک نفری به نام کاکا عزیز نام داره که باز در موردی از اون بعدم کتاب شکستگار بعدیم که چاپ میشه معلومات کافی دادیم. در یک حالتی که شیشه پیدا نمیشد موتریم و کرلای 2000 خوره سر شیشه دادم، شیشه گرفتم. باز 3 سال در آرامش خوب به سر رفت. بعد 2 سال تقریبا 3 سال دیگه از این رقمی بود که من می رفتم به زیرای پل و می آمدم به خانه و در خانه مستقیما سر من خبر بودن. برای یک مدتی پدر و اینا خود خاموش گرفته بودن. بعد از متوجه شدن که من تقریبا در 7 مرحله یا 8 مرحله ترک اعتیاد ناموفق داشتم. باز یک دوری یک روزی من رفته بودم در یک منطقه ای که بسیار وضعیت بسیار وحشتناک بود، پیش یکی از اون دوستای شراب فروش و شراب هم نوشیده بودم. باز تصویر من یک نفر گرفت و در فیسبوک ها انداخت. بعد از امو یک مرحله تاریک زندگی من ایجاد شد. اگر متوجه باشین من به یک بزی بزکشی تبدیل شدم که می کل اگه می خواست که از اینمی گلالودیت استفاده بکنم. یکی از امو سبا به نام آقای اشرف عبدوس پیدا شد که گویا مرا ببرم به هند. در هند مرا بردن اینا در یک مرکز کنترل بیماران ایدز انداختن مرا. تقریبا 6 ماه تاریک ترین روزهای زندگیم گذشت. بسیار وضعیت وحشتناک از افبار بود و که اصحاب خود از دست داده بودم. اما بعد این طرف در افغانستان تبلیغاتی که برای خودش میکرد که نستو یعنی در یک از شفاخانه‌های بسیار خوب حضور دارد، در یک شفاخانه بسیار منظمی در حال وارد یک زندان انداخته بود. باز بسیار خوب است که یکی از بچه های عزیز بزرگوار ما به نام آقای عزیز پیدا که برادر بسیار ارجمند من شد دمو دوره، مردم که گفتن والا نستو را بردن در شفاخانه و چیزا، خانواده از اون گفته بود که نستو را جای برده نیره میبریم، که دیدم که ایره ما آوردن. من بسیار خاطرات تلخ دارم با او. باز یک روز سوتار را گرفتیم، این دیار را زدیم، دروازه را پراندیم، گرفتیم. باز بالاخره در خانه ما اینا اطلاع دادن که بیاین اینا میخواین از پیش. باز وقتی پدر ما آمد دید اوزار بسیار وحشتناک و دردناک، بسیار برای من ایره من در کتاب تازیم که هست نوشته میکنم. آقای عزیز پیدا هم روزای تاریکی که داشتیم او را من در قبالش بحث خواد کردم. خب خلاصه بزرگوار سالهای آخر یعنی ماهای آخر، همی 4 ماه آخر من اصلا خانه نرفتم و بعد در جوی شیر همونجا ماندم، زمینگیر شدم دیگه، زمینگیر شدم. نادری که نستو، نادری که یک آدم سرشار، یک آدم کاملا عیار، رفیق، دوست، کاکا، خرابات، مناجات، یک آدم ملنگ در مو زمانش، خودت یک دوست، یک رفیق واقعی پیدا نشد به قدر دوست رفیقی که داشتی؟ به شمول خودم ما بسیار زیاد خجالت میکشم. ما چند بار برد گفتم که من نتونستم تحصیل کنم، یک راه پیدا نشد که ما امرای خودت ارتباط بگیرم. ما بسیار زیاد از او بابت معذرت میخوایم. کس نبوده قدر دوست رفیق که داشتی؟ بلک ها، بله. موترا و گاه بالا و گاه پایین، کت وزیرا و وکیلا میگشتی، بعض اوقات کت رئیسا میگشتی و این مردمان از همه دیگه ای که وزارت اطلاعات فرهنگی، کمیته محافظت از خبرنگارا، هزارها جای دیگه که خودت در ژورنالیسم افغانستان مصروف بودی، کس نبود که خودت همراهی و همکاری کنه نادری عزیز؟ متاسفانه، متاسفانه و بازم متاسفانه که نه. 2-3 دفعه، 3 دفعه پل سوخته محاصره شد، گفتن که آمدن نستور رو میخواین پیدا کنن ببرن. بسیار خوش شدم. وقتی که پایان شد دمی 3 دفعه
پر سوختک مرا گیر کردن. اولین برخورد لغتی بود که در شکمم زدم و مسلح گفت که تو اولادی مشیم چی و چنان و فلان و بسمدان آمدیم که تو را بکشیم که تو نام ولایت ما را به زمین زدی. اینا از طرف یک گروه خاص آمده بودن، از وطن دارای پنشیر ما بودن. یک دفعه آمدن با حمایت دیگه معتادها چیزی کردن نتانستن رفتن. دور دیگه مسلح آمدن، دور دیگه 3 بار از سوی هموطنان بزرگوار ولایت پنشیرمون بزرگوارای به زیر پل سوخته آمده بودن به خاطر از اینکه مرا بکشن که من نام پنشیر به زمین زدیم. یک امین دیگه وقتی که باز ما در پل جوی شیر رفتم در اونجا به یک باغ وحشی تبدیل شده بودم که آدمای بسیار کلان کلان می آمدن می دیدن باز چخ 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 باز می رفتن. یک روز یک نفر آمده بود گفت که معاون سارنوالی نظامی چی داخل شد گفت که چخ 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 من که بخیستم قدم سنگ یادم خودش نظامی و بادیگار دار با دو 3 سنگی که کش کردم باز فهمیدن که باز می گفتن نه ولی دیوانه شدن. با تاسف یک چیز رو برتان بگیم جناب آقای کاکر، یک جوانی یک روز آمد و یک مردی بود گفت من از فرا هستم. حالات مرد که دید امو روز روز رفت بعد یک مدتی آمد به من یک جور لباس آورده بود و گفت اینا رو بپوش نستو ترک و بسیار برات خوب است. این و دیگه ما یک چیز برد بگویم مرد بزرگ، ما در دوره اعتیاد بسیار انتظارها داشتم از بسیار جایی ها، هیچ کسی حتی وزارت اطلاعات فرهنگ برتون کمک نکرد؟ نه 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 هیچ جایی حتی باور کنین جناب کاکر صاحب، همین دوره‌ای که من کار کمک رسانی را شروع کرده بودم در افغانستان بعد از ترک اعتیاد کمک رسانی، یعنی من دیدم که امو تعداد از دوستایی که در او دوران ها بسیار در بین خیش قوم ما این اکاسات برای انداخته بودن که نستور ایالت و حالت دیدیم، امونا هم کار خراب شده بودن و پیش ما آمدن و من برشان هم کاری کردم و ای به من بسیار خوشایند تمام شد. یک چیز را که مادرم برام قصه میکنه بسیار دردناک است، میگه که در هر جای میرفتم باز یک کسای می آمدن و می گفتن ما نستور در فلان منطقه دیدیم دیگه نه و نه ای را چی کنیم از این دست بشویم. آخرین بار مادرم بالاخره من نوم آما دارم دوائر مرایل اولم مابایم هم در قصه من نبودن، بعد مادرم میگه که من در پیش ماماهای من گریان میکنه که نستوخ برادری نداره و نستوخ تک و تناس پدرش در کجا بگرده، خانواده رو به چنانه یا پشت نستو بگرده، شما ماماهایش چرا کاری نکردیم. اتفاقا ماماهای من یک تعدادش خارج بودن. یک مامای من در کانادا است به نام ماما زاکر، یک مدت آمد مرا اولین بار همون دست بکار شد به خاطر من این از کانادا آمد مرا آورد امروز روز دستگیر کردن مرا، یعنی آور گفت نستو من نمیگم ترک کنید اما قمی گفت که در خانه بیشین مواد بزن کم کده برو تا یکی ترک شود، یعنی خانه خودتانم اگر نمیری همیجا نمی حولی ما باش. باز یک شبی سر یک موضوعی که حالت من خوب نبود با مامایم درگیر شدم برآمدم. باز در این مرحله یک ماما آمداشتم برام ماما هاشم فعلا در امریکا زندگی میکنن، ماما هاشم دیگه پشت مرا رها نکرد، مرا بعد بالاخره از جوی شیر گرفت به شفاخانه فنکس تسلیم داد. بچه ماما هاشم من آقای بهمن شهی یک فولبرایتر است و بسیار بچه جانانه هست، در یک مؤسسه کانتری دایرکتر بود و بسیار درآمد خوب. او در حقیقت هر زمان می آمد مرا خبر می گرفت. بعد از دوره فنکس من یک روز گفتن که جناب وزیر صاحب وعید مشروع می آید و بعد من بسیار مشکلات اجازه گرفتم که یک سخنرانی بکنم.
بازم روز آقای دکتر سیوید مشکو مرا به نام سفیر مبارزه با مواد مخدر وزارت صحت امور روز معرفی کردن که تا آخر دوره جمهوریت من با امو لقب بودم و راه برای من ایجاد شد که من بعد از ترک برم به وزارت صحت به اسم معاون دفتر روابط عامه کار بکنم. من کاکر عزیز تمام لحظه های زندگی من مرهون و مدیون امی مامای مستم ماما هاشم و بچهش بهمن شهید که دست از سر من بر نداشتن، مرا رها کرده، مرا در حقیقت بردن به شفاخانه و من جور شدم و امروزی که در اینجا هستم در حقیقت همو بزرگواری که اونا انجام دادن من خیلی از پیشان سپاس گذار هستم. خدا را یکی شکر، خدا را یک شکر. جمله اخیرم میخوایم بگویم، از جوانمردی های پدرم بسیار زیاد خوش هستم کاکر صاحب. پدر ما یعنی در جهان مثل پدر خود ما یک جوانمرد کمتر دیدیم. فکر کنید که 7 سال من معاش نداشتم، یک مدت طولانی با تلویزیون طلوع کار میکرد. خداوند مرا ببخش از زمانی که برنامه گفتمان پیش می بود از نایه من بسیار بسیار زیاد روانش پریشان بود. از نایه من حتی امو شبی که ویدیوی من برآمده بود در حالت اعتیادی که بودیم، صبحش یک ثبت برنامه داشته گفتمانم و یکی از بچه ها باز برام قصه کرد، گفت 6-7 بار نتانست انانس بده و این بدبختی هایی که او کشید به خاطر من. همیشه کار شمی بود که در 2 جای یا 3 جای مصروف کار باشه، به خاطر از این که مبادا خانواده ما، کودک های ما کمبود پدر احساس بکنن. ما خو خانه پدریم که بعد از دوره حکومت کرزی در قرغه جور کردیم، یک خانه بسیار زیبایی جور کرد برای ما، همونجا زندگی میکردیم و بعد از او به بسیار مشکلاتی تانست که تقریبا کار پسنداز چندین ساله خود یک اپارتمان در جمال مینه در یکی از بلاک ها بخره، تنها به خاطر از اینکه کودک های ما برن مکتب شخصی و در قرغه مکتب شخصی نبود درس بخوانن. و من وقتی که برگشتم از شفاخانه دیدم که بسیار زندگی تغییر خورده و بسیار بزرگواری های کردم، من دستایش بوسیدم و برای من یک گپ زد، گفت دستای مرم نبوس و مرم دوست نداشته باش، یک خواهش میکنم از پیشت که به نوی جور شو که اگر میخوای من خوش باشم جور شو. و آریا میبینم خیلی خوش است و من واقعا اگر پدرم نمی بود خدا را بسیار شکر، خدا را شکر که در یک حالت خوبی قرار دارین. فعلا واقعا به ما افتخار بزرگ هستین. دور از موضوعات سیاسی و مذهبی، ما بسیار زیاد خوشحال هستم که خودت در یک حالت بهتر میبینم و در یک جای امنتر هستی با خانواده گرامید نادری عزیز. میفهمی نستو، ما وقتی که خودت از اعتیاد برگشتی و یک چهره ماشاءالله صحتمند و یک با مو تنه و توشک بزرگی که داری و دوباره برگشتی و خیلی خوشحال شدم. وقتی خودت و ویدیویت برآمده بود من بسیار زیاد جگرخون شدم، یکی به خودت، یکی به عبدالحی عابر گرامی که من او را بسیار زیاد دوست دارم و خود تا من بسیار زیاد دوست دارم. و بعض اوقات امرای دوستا و رفیقا یاد میکنم، میگم که نستو نادری از او دشواری ها، از این مشکلات، از این سختی ها، به بیپولی، به هیچ چیز، یه آدم خود از این اعتیاد بزرگ که 7 سالی آغشته می مرض بود خود نجات داد. و من برش میگم که آفرینش به خدا، آفرینش خودت. یعنی کاکر صاحب، من شاید خوشبخترین آدم بودم در دوره اعتیاد. یه قهرمانی بزرگ را انجام دادی نادری عزیز و خودت به بسیاری از مردم الگو هستی و بسیاری از کسایی را که من میشناسم خودت باعث شدی که اونا اعتیاد ترک کنند. میدونی چی میگم؟ دوستای بسیار، کسای بسیار نزدیک و که ما امروشان ارتباط داشتم، اینا به این مرض آغشته بودن، اینا نجات یافتن و خودت باعث شدی که میگن نستو نادری بیبی که از این مرض دور شد و خودت چرا نمیتونی.
و وقتی بله بعضی اوقات میگم که خودت سنجیدت افغانستان، ماشاءالله مویای ما افغانستان، همون سنجیدت افغانستان، مویای تام سنجیدت وارو و خودتون به خدا همون قسمی که سنجیدت، مگم سنجیدت خودت فرقی هست که سنجیدت با او دارایی و با او پول و پیسی، با او شفاخانه هایی که در نیویورک و امریکا در کجا کجا او تداوی شد، اما خودت در افغانستان خودت تداوی کردی، پشمای قهرمان هستی. زنده باشین. من کاکر عزیزی، حرفای واقعا برای من انگیزه و انرژی می تمام. خوشبختیم چی بود کاکر ارجمند که من در خانه واقعا من مدیون و مرهون در حلم هست بزرگواری های همسر خود هستم که دختر همه من هست و هیچگاهی در 7 سال ایتیاد براخ من نکشید که تو معتاد شده ای. تنها یک سبکی که بسیار غم انگیز در این صبح زندگی من بود، وقتی که من آماده شده بودم که میرفتم دیگه حرکت میکردم، میرفتم مستقیم زیر پل، نزدیک من با بسیار صدای آرام گفت که نستو، یعنی تصمیم داری دیگه ترک نکنی. بعد از همین اینکه ترک کرده بودین، نه در مرحله که استفاده میکردم، من خود تقریبا 7-8 بار ترک ناموفق داشتم در کابل درست که به جنگلک رفتم و آمدم دوباره استفاده کردم، به یک فنکس رفتم و آمدم دوباره استفاده کردم، به شفاخانه پلیس رفتم و آمدم دوباره استفاده کردم، تازه از شفاخانه پلیس برگشته بودم. خدا ببخشه دگروال صاحب میرمون لای زافر، یکی از وطندارای ما که فوت کردن، خداوند ببخششان، اونا مرا به شفاخانه پلیس برده بودن. تازه 2-3 هفته میگذشت و خانمم خبر شده بود که من دوباره میکشم. مرا گفت که نستو، یعنی دیگه تصمیم داری که بکشی، یعنی دیگه ترک نمی کنی. و این گپه که گفت واقعا گریه کرد. هیچ یادم نمیره، یک صبح بهاری بود و من در آغوش گرفتمش و واقعا به مثابه یک آدم ضعیف من گریه کردم و من نمیتونستم برش وعده بدم که عزیزم من نمیتونم دیگه، که یعنی من ترک میکنم. وقتی این صدای مره و این گریستان مره، مادرم شرید و بدون شک مادرم آمد و هر دوی ما را در آغوش گرفت و ما 3 نفر با هم گریه کردیم در یک صبح. وقت شب ما یک اندازه خمار شده بودم، ما باید صبح که وقت می رفتم که باید شیشه می گرفتم و بسیار چی بود. وقتی به طرف راه می رفتم گفتم یک روز اگر نستو تو قوی باشی، یک صبحی برای همسرت نشان میدی که برای ما ترکش میکنم. قصه کوتاه، ما از ای گذشت دیگه تقریبا 1-2 سال و من ترک کردم و کتابم چاپ شد و وزارت صحت وظیفه گرفتم. بعد یک صبحی که ما تقریبا ساعت 4 صبح باید از تهران پرواز میکردیم به استانبول، تقریبا این ساعت های نزدیک به 7 می شد که نزدیک استانبول شد به مو. وقتی که من یک بارگی دیدم که تعمیرهای بسیار بلند و حتی کشتی ها معلوم می شد، من در کنار همسرم بودم در تیاره، خوش برده بود، بیدارش کردم و برش گفتم پایین سر کن. و وقتی که پایین دید و این تعمیرها را و این استانبول زیبا را، باز بعد از اون که ما آمدیم برش ما گفتم که من از توی اونو صبح هستم که ضعیفی مرا گریه کردیم و او وقت من قدرت گرفتم و گفتم من باید یک صبح برای تو نشان بدم. و اینی یک اوجی همیشه برای من یادم میکنم سرم نستو. نستو عزیز، جان امی نامت معنا که به امی دوستایی که طرف خودت بیننده هستن و طرف من بیننده هستن، یعنی این نام خودت به معنای واقعی به خودت دیگه نمود، بیخی چسبیدگیز به خودم قسم. زنده ات یک نام را به خودت گذاشتن که یعنی امی گپ ها و حرف ها چی تأثیرات نامتم، اول نامت معنا که باز به سر از این نامتم از نگاه روانی میگن نام ها بالای شخصیت های شما مستقیما تأثیر داره. نام مرا پدرم از شاهنامه گرفته، ای چی نیست، اسم 100% اسمم نیست، 100% صفتم نیست. این نوع نام ها رو میگن اسم الصفت. نستو یعنی ستو، خستگی و ماندگی رو میگن.
و وقتی که حالت نون در او اضافه میشه، نه ستو یعنی خستگی ناپذیر، یعنی کسی که باز در پشتو ما داریم نه جنگجو، هیچ تجربه، گاهی از هیچ گاهی از هیچ چیز بله خسته نمیشه، همون قسم یک آدم به خدا. نه آفرین سترک بر دیدون که بیاد در پشتو ترجمه میشه و بعضی از شخصیت ها را هم استفاده برش میدن، مجاهد نستو یا فلانی نستو که میگن، یعنی و من احساس میکنم که کاکر عزیز بسیاری نام بعضا میبینم بالای من تاثیرات خودم داشت، اگر که بله. در اعتیادم بود خسته نشدیم و در آفرینت ترکم به خسته خدا، نشدیم. آفرینت نادری عزیز، خسته نشده باشی، امیدوار خواهش هستم میکنم، وقت ما بسیار خواهش خوش میکنم. میگذره. راستش ما خوشحال هستم و افتخار میکنم با بودن خود یکی در یارانه. کاکر صاحب، جان یک جوان دیگر را دیدم که نام خدا در زیبایی خود به خودت نمیرسم، اگر خودت وار زیبا فکر کنم که برادر از خودت کده خورتر باشد. پامیر، پامیر کاکر، آه پامیر جان، برادر کوچکم است، از ما کده یک برادر ما سمیم، باز پامیر جان است. پامیر جانم دمی اما قسم گفته بودن که از هر خانه یک جانانه، اما یک جانانه دگان پیدا شد. یک ولی باش که دوستا خود گفتن امو جانانه نیست، دیوانه است. نه دیوانش ما بودم. جوان، مگر من دیدم یک گفته برنامه شانه دیدم، بسیار زیبا بود با کرسم خیلی. انشالله پیش روانش میکنم با دیدارت میایه، خودت بسیار زیاد دوست داره او آدم. هم وقتی ما گفتم نسوه نادری مهمان برنامه است، باز او آدم بسیار خوشحال شد، گفت او خو فرانکفورت آمده در جرمنی خب زندگی میکنه، باز گفت ما پیشش میرم. ما نادری عزیز میخوایم که اگر علاقه داشته باشیم بله یک چند موضوع را میخوایم که امی کتابی که پل سوخته آخر الدنيا، بله آخر دنیا، در این مورد برم بگوین. یک کتابتان چاپ شده؟ همین بله کتاب همین است؟ پل سوخته آخر دنیا چاپ شده و بله. این کتاب بسیار به سرعت به زبان پشتو ترجمه شده، بله. مترجم پشتوی، البته ایره ما در مقابل هم این کار انجام دادیم که مترجم آثار پشتوی ما آقای عمر استانکزای خواد بود، البته اینجا با بعضی از دوستای عزیز دیگر کار کرده روان هستیم که شاید در اروپا دوستای پشتو کسای دیگه باشن که ترجمه بکنن. کتاب بعدی ما در ماه حمل شاید چاپ شود، این کتاب برادر بسیار ارجمند و گرامی ما آقای یاسین سالارزی به حمایت از اونا چاپ خواهد شد. کتاب پل سوخته را ما به حمایت تمام دوستان چاپش کردیم، اما کتاب شکستگان که است، این کتاب بعدی ما که نگفته های سیبودی است، داستان های مختلفی، ای را آقای سالارزی حمایت میکنن، چاپ میشه و در عین زمان به مستراتی که دری چاپ میشه و این پشتو مرتبط به چی چاپ شد. است؟ این کتاب، این هم بخش از این کتاب است؟ بله این کتاب از او کتاب کرده زخیم تر است، بله. البته کتاب پل سوخته آخر دنیا 147 صفحه است در دری و 157 صفحه است در پشتو. این کتاب من شاید در یوتیوب دیدم، صوتی در یوتیوب دیدم این کتاب. صوتی در یوتیوب، یکی از دوستای ما در رادیو اسپوژمی به زبان پشتو میخوانیش، بله. او را من همیشه خودم میشنوم، بسیار خوب خوانده. دیگر دوستای عزیز در یوتیوب فکر میکنم که خواندن به زبانهای مختلف به دری پشتو را خواندن وجود داره در یوتیوب. اینا این کتاب بعدی مکی است، این در حقیقت از مجموع داستان ها شروع میشه، بسیار خوب. اولین داستانش به نام سیل ها و اورال ها و اندراب هاست، دوران جنگی است که ما در منطقه جنرال دوستم زندگی میکنیم در پل خمری و نیروهای احمد شاه مسعود تا به کیلگه رسیدن و مامای ما آمده از کابل که ما و مادرم از خانه پدرکلان مادریم که وکیل پارلمان دوره دکتر نجیب بود به نام نعیم شهی ببره کابل، و در اینجا ما از نارین و اندراب و کوتل مرغ و اینها میگذاریم و داستان ها از اینجا شروع میشه تا به داستان های مستقل مستقلی تا به اینکه پل سوخته و بسیار نگفته های سیبودی است، یعنی نگفته است بسیار که خوب، سیبودی هم نیست. این چاپ خواهد شد انتظارش هستیم دیگه. باید. چشم براستیم، بخیر.
امیدوار هستم بخیر زود چاپ شود. انشاءالله بخیر در کابل چاپ میشه. بسیار خوب. مصروف عمو هم هستم، بیشتر کوشش میکنم که بنویسم که تا تمام شو، هنوز نوشتهش تمام نشده. ما چشم برا هستیم. ما نادری عزیز، اگر دوست داشته باشی ما یک چند سوال کوتاه از خودت میپرسم، بفرمایید. بعد از او باز ما خودت دیگه. ما بسیار دوست دارم که یگان وقت یگان شعر دکلمه میکنی و یگان یگان قصه ها یا اموستوری های گذشته ها را که با صدای زیبای نوازش داده میخوانی، خصوصا بعض اوقات که صدا را انقلابی میسازی. ما خود دیگه بسیار دوست دارم. ما میخوایم یک دکلمه باز بکنین، یک دکلمه اگر پیشتان کدام شعر موجود بود دوست دارم دکلمه کنین، اگر تشکر. میشه داشته. مگر من کاکر عزیز، وقتی که شما که حضور داشته باشید، من یک چوتار هم هست، بسیار چوتار. من قطع کسی که زورش از من کده زیاد باشه پالوانی نمیکنم. و خدا اگر زور تو را کش داشته باشه، تو از اون پهلوان های هستی ماشاءالله، که قسم است اگر دو دسته کسی از دور کمر دست خودت او داده بتانه با خدا. وقتی خودت باشی من این تکلی من هم میکنم، باز دیگه تفاوت احساس میشه. و قربان شام. خب برای من اینه بگو که این کوتاه کوتاه است، میشه که باز در بسیار مورد درست. بله، بگوی که اگر دوست داشتی کدام کشورها را رفتی یا گشتی یا چکر زدی، ایره برام بگو. من کودکی هایم در خیبر پختونخوا گذشت و در بزرگی که دست چپ راست شناختیم آمدم به هند، تقریبا یک سال یک نیم سال در هند بودم. بسیار خوب. 6 ساعت در استانبول بودیم و هند 6 روز بودیم. اینی دیگه خوب چکر بوده. 6 سال در استانبول بودیم، 1 ماه در ایران بودیم، این 6 ماه که در آلمان هستم. 5 مملکت دیدین یا نه؟ کدام ولایت های افغانستان رو گشتین نادری عزیز؟ ولی بجز از سمت چون ایرات با تیاره رفتیم، من تنها در ولایات چی را نرفتیم؟ قندهار نرفتیم که مو حال دوستاسم قار نشون، که چرا نرفتی امکاناتش مساعد نشد که برم. نمروز و قندهار و نمروز المند خوب شد قندهار نرفتی، چی می ترسیدم به خاطر از اینکه می گفتن در قندهار و المند و نمروز واقعا اصلی مرکزی برادران طالبان ما بود. مگه من احساس میکردم که طالبان که افغانستان گرفت، اگه همی رقم طالب میبود به خدا اینجا هم میرفتم بسیار راحت. جز همین 4 ولایت دیگه، کل ولایات دیگه کدام ولایت بسیار زیاد امت خوشت آمده دوست داشتی؟ بامیان. باز بامیان بسیار خوشت آمده. متاسفانه که ما بامیان نرفتیم به خدا، بسیار انشاءالله که یک روز برم. فصل دلخواهتان جان، فصل دلخواه کدام فصل دوست داری؟ فصل دلخواه چپ از زمستان کلش خوش دارم، خب مگم بهار زیباترین فصل است که دوست دارم. غذای دلخواه؟ غذای دلخواه من بیشتر کاکر عزیز گوشت خوار هستم، در هر غذایی که گوشت وجود داشت به من دلخواه است. خودت آمد گوشت دیگه کسی ماشاءالله. بله. هنرمند دلخواه؟ هنرمند دلخواه تا چند وقت پیش، البته یک تا چند وقت پیش تو موسیقی رو واقعا دقیق میشنیدم، حیدر سلیم صاحب در موتر میشنیدم، همیشه که درایف کنم باید حیدر سلیم صاحب بشنوم. گاگای هم که در تنهایی های خود که می باشم، آهنگای دهه 70 فرادی دریا رو میشنوم. و راستش که بگویم هنرمند دلخواه ما یک مدتی آدم ها میاین و میرن، فعلا فعلا چون موسیقی نمیشنه و کدام دلخواهی وجود نداره. بازی دلخواه کدام بازی ها را دوست داری؟ فوتبال، والیبال، کرکت، باسکتبال؟ اشتباه برده نگویه برادر آله. نه نه، ولی ما در این بازی ها مست از پربازی کنه باز کمسایی را زیاد خوش دارم. خب کدام فوتبال دوست داری؟
گفتم از پروازی که در کمسایر خوش کنم که یک طرف هم میکنند این بیده بود. خو فیلم دیدن خوش چکم دارین؟ فیلم دیدن خوش دارین نادری بله، عزیز؟ من فیلم کاکر صاحب فیلم همیشه میبینم. اینمی دین روز اسپیشال 26 سایل کردم، بسیار فیلم که زیبا بود اسپیشال 26. او شو فیلم مارمولک ایرانی را سایل کردم، اوه چقدر جالب فیلم است واقعا. بسیار زیباست فیلم مارمولک، خیلی عالی است. دیگه فیلم ها را میبینم، دیگه مستندار را زیاد میبینم، مستندایی که در یوتیوب ساخته میشن. یک دوره خوب تکلیف از گرفته بود مرک مستندای سقوط تیاره را میدیدم، باز اوه بالا می شدم یادم بیامد که اونو تیاره سقوط کرد. این رقم حالی از روی کمه که نجات یافتیم. یک تعداد مستندا را میبینم که تلویزیون RTA به زبان آلمانی جور کرده از افغانستان، اونا بسیار زیباست. فیلم امرایش دور نیستم میبینم، یعنی همیشه کدام فیلم آمد یک فیلم ماندگار است پیشت که دیدی و بگوی بارها باید ببینمش؟ بارها باید ببینم که هیچ خستیم نکنه. فیلم بلک هست، امیتاب بچن و رونی، خواه بسیار زیباست، بسیار پیام همه جانبه و بسیار یک چیزی بسیار قدرتمند عالی است. و در ایرانی ها هم فیلم های مختلفی هست که من البته دوست دارم اونا رو ببینم. یک از او فیلم های سمیرای مخمل باف است که او نامش از یاد رفت، اصل پس فکر کنم فیلم سمیرای مخمل باف از دختر آقای مخمل باف که یک بچگه که اسب ساخته بسیار جالب است او. و یکی دیگه هم فیلم مارمولک بسیار در ذهنم ماندگار است. اینا چیزایی است که میبینم. در امریکایی هم اسپارتاکوس یک سریال اوه چی یک سریال است، دور از بعض جایش دیگه. بعض جایش باید سانسور. او گپ دیگه شنوز حقایق است، نه بسیار جالب است فیلم. او سریال سریال است او، خب بسیار او خوب سریال سریال. کلا ما او را دیدیم، بارها هم دیدیم و بازم میبینم خسته نمیشه. یک بار نه باز گفتی، حالا من باز میبینم اشا با دوستام کسایی که تنها هستن میتونن ببینن. ببینم تناست آه فیلم اواتار دیدی؟ فیلم اواتار، این فیلم افاتار جدیدش که افاتار جیمز کامرون اون یک دنیاست دیگه. بخیر این یک فیلم نباشه دیدی؟ نه ولی اینی را گفتن اولش دیدی؟ اولش اولش خب او از ترمیناتور شروع کرد، آقای جیمز کامرون از ترمیناتور شروع کرد، بعد آمد تایتانیک ساخت، بعد آمد آواتار ساخت. اما فیلم اواتار اولش که باز دومش هست نه؟ حال نه دومش، افاتار دومه ندیدیم به بزرگوار، افاتار دومش دوم بسیار شروع جالب است. ایره باید ببینیم و در سینما ببینش، بسیار یک فیلم جالب است. اهل مطالعه دومش دیگه خما بله دومش بسیار جالب است. او را اگر فرصت کردی در سینما ببینش، فکر میکنم حالا در سینما هست. اما فیلم او ایره ولا ایره چقدر خوب است، به خدا ایره بسیار باید یک فیلم ببینیم. جالب است. اهل مطالعه دیگه خما میفهم ماشاءالله با این گفتار و زنده باشین. معلومات که دارین مطالعه بزرگوار و بیشتر کوشش میکنم که شعر، شعر سپید بسیار علاقه من دستم میخونم. صبح که از خواب میخیزم اولین کار میکنم میرم به سراغ رسانه های بین المللی مانند BBC، العربی، فارسی، بعضی از شبکه های خبر ایران و اینا کلن میخوانم. همین روزنامه خانی بسیار خوب است، از نگاه گفتار آدم هیچ وقت ضعیف نگاه نمیکنه. دقیقا دقیقا بسیار خوب. ما در اخیر یک ما میخوایم یک چیز، ما چون خودت علاقه داری یا نداری در اواخر، گرچه حال ما چون اگر دوست داشتی جواب بتی، جواب بتی، اگر نه نته. ابی بسیار خوب. یک کس از رفیقای ما شما بود، رهگذر، حمید رهگذر، حامد رهگذر، چی محمود میگن؟ رهگذر. محمود. امو بچه کجاست؟ امو یک بار در مورد شنیدم بسیار چی گفتی؟ امو مامو ما شعار مایی بود که خدا چیز مو میگفت که خدا روی خوشی نبینی، نه الهی چی شوی بچه مامود. امو دیدم کی را دیدین؟ آجی کامرانه. الهی خیر نبینی بچه درس رو بکنه. شعار ما به مامود علی بود که الهی خیر نبینی بچه مامود. این مامود بسیار دوست خوب ما بود، آقای محمود رهگذر.
بچه فیلم آه مادر، بسیار یک بچه جانانه در دورانی که معتاد نبود، بسیار یک رفیق احمد جانبه، دوست بسیار صمیمی، بسیار پچ رفت آمد، گرد رفت آمد منظور نیست که با هم می دیدیم، تو آشنایی بسیار مطلق داشتیم، یک دفترک داشت، می رفتیم در دفتر شبها روزا می شیشتیم، برادر شراب می خوریم. و حقیقتا یک روز مامود بیادر گل شله گرفت که یک دخترک است از تاجیکستان می آید و من می گیرم از اون رقم است بازدمی فرنیچر فروشی ها اینجا. یک وقتی من دیدم که نه ولی مامود بیادر داره در رای دیگه میره، خب بار بر ترتیب انداخته بود را مرا خود سر مال نام نمیگیرم کاکر صاحب، بده ها خبرنگار بسیار زنده که تو او خاک شدن و رفتن که حالا نامایشان نمیگیرم که در ذهن های ما هم نیست چرا گم شدن توسط مامود. فعلا گزارش که من در مورد مامود دارم کریستال شروع کرده بود و بسیار وضعیتش وحشتناک بود. یکی از دوستا گفتن که در پل چرخی مرد، که امیدوار هستم نمرده باشن چون اولاددار بود، زندار بود. و اما من یک چیز را متوجه شدم که چاکن در چاست، دقیقا کسایی رو متاد کردن و یک تعدادش نجات پیدا کردن، اما خودش خود بسیار خراب کرد. با تاسف، با تاسف، تاسف بار است برای من. اون فیلم های مادر رو ببینید، بسیار بچه آه جان بسیار او آدم بسیار یک بچه اموت خوش مشرب و یک آدم بسیار دوست داشتنی. ما در بسیار بعض دوست اوقات در داشتنی. برنامه های تلویزیونی میخواستیم شانه بله همین محمود رگسر که اصلا محمود تلفظ میشه، او را ما محمود به خاطر محمود حاجی کامران میگو، یعنی یک خاصیت داشت که بخش دوستا و رفیقا کاکر شد که یعنی قطعش بالاتر از یک ماه در یک اتاق هم که میدودی خسته نمی ساخت. یکی این مسئله، دومی که بسیار دلبر بچه بود، بسیار دلبر بچه بود، بسیار اجتماعی بود، بسیار صمیمی بود. بله یک دمی اون تو برادر ده. از دینمی ماهیت خودش که هر کسی که دوستش داشت دوستش داشتن به اعتبار محمود میگفت بگی بزن بیادر که یه بسیار یک چیز جانانه است، این معتادیت نداره. خودش هم زد تباه کرد، ما مردم هم بسیار مردم اولا. یک رفیق دیگید که در اواخر نامش نمیگیری، ما دوست دارم در اون مورد هم برم بگوی که در بیشترین برنامه های نامش گرفتی خیام و خاموش امو خیام عزیز. خاموش، خیام خاموش هم متاسفانه که با تاسف خیام خاموش هم نتونستم هیچ کاری برای بیرون شدن از افغانستان انجام داده، نتونستم. بسیار داری بابت از پیش خودم احساس میکنم. خیام خاموش در زمره جوانای بسیار ارجمند و گرامی ما هست که فعلا در کابل زندگی میکنه، شاعر بسیار خوش کلام، خوش نویسنده بسیار عزیز، دوست بسیار خوب، در کنار که رفیق ما است، رفیق پرتو صاحبم هست دیگه. خیام بعد از امی دوری که ما از معتادیت بیرون شدم و تصمیم نهایی من بود که ظهور بکنم دوباره، یک مرحله از مدیریت بعد بوران، یعنی یک کسی بایس یک مشاور نشراتی وره برای من تقریبا یک مدت بود، بیشتر موارد مشوره میداد. یک گول برای من ساخته بود، گفته بود که تا آخرین این متن را در برنامه سراسر طلوع ببینم، این پیش من دیگه دوباره تو رکورد تقایم میکنی. بازم برنامه سراسر طلوع را رفتم و این بسیار برای من جالب همه بود. ما شما رفیقای خوبی داریم، رفیقای بله بهترین رفیقا داریم رفیقای که بسیار در خوب، ذهن و خاطرات ما هستن بله و ما رفیقای بسیار خوبم داریم، بسیار رفیقای از او دوست ما در اواخر یاد نمی کردیم، اما برنامه تا می دیدم باز بر من سوال خلق شد که او آدم خود تا زیاد کمک کرده و خودت بسیار از او راضی هم بودی. نه کمکی که تو فکر کنین که دست مرا گرفته باشه در مرحله، یا هم همکاری کرده باشه که این فرض مثال همکاری های ماندگار فیزیکی، نه او به مسابقه مشاور نشراتی ما بعد مرحله ترک اعتیاد، فرزن برای ما چگونگی وارد شدنم به برنامه های لایف فیسبوک ما بیشتر مدیریت میکرد که این نه باید تو وارد برنامه های لایف فیسبوک شوی یا هم به گناه های مختلفی و رسانه ها چگونه وارد شوی، با یوتیوبر های کابل مصاحبه نکنی، اینی موارد به این خاطر
بسیار یک مدیریت خوب کرد، چون معتادیت که یک بار می برایی مثل یک اسب لگام گسیخته واری در کدام جای خود. دمیش امروز یک مدت کاکر صاحب وید جان وید افغان یک مدت 3 4 ماه دقیق مثل آقای خیام خموش واری بایس مشاور نشراتی ما امروی ما بود. اینم یک شب ما وحشتناک شدم و ایدم زدم بیادر گلم کنم ده گیره شدم و ایدم از ما خفه یک دیدان دوستان دیگه هم خفه. این ده ای شب و روز که ندارم کدام مشاوری که چی رقم عرض شد در تیک تاک میایم بیزن خود برباد تنبر. خودت ما دوست داریم در هر حالتی که باشی نستوی نازنین، آدم عزیز و آدم دوست داشتنی هستی، ما قدرت میدانیم. ما زحمات و مشکلات و سختی هایی را که در بخش های مختلف زندگیت کشیدی ما از همش قدردانی میکنیم. خودت الگو تشکر هستی بنده بزرگ. در هر زمان. ما امیدوار هستم همه مشکلات خداوند از دور داشته باشه، در کانون گرم خانوادگی گرم باشی همیشه، در زمستان هاو در تابستان گرم باشی. تشکر. سر نمیگیم که حالا ما واقعا زنده باش. با بودن خودت میبالم. ای که تشکر بنده که آمین. خودت به ما و به هزاران جوان جوان دیگه زمینه رشد برابر ساختی و نوی کمک کردی. کاکم صاحب شما خودتان اهل آمین رشد بودی و خودت یک تخمی بودی که اگر در کانکریت هم خودت بذر می کردن سبز می کردی. آمین قدرت ان شاء الله. خودت بود. هر کس هم تمیم کاکر شده نمی تانه که از تو فرض مثال خودت برای من بسیار مشکلی بود که با وجودی که فرزن خودت از تبار سربلند پشتون ما در هسته مرکزی شورای نظار که در حقیقت مرا یک چیزی رئیس تلویزیون نورین خوش می آمد که بسیار متعصبم نبود در اونجا که خودت رشد کردی. من گفتم برادر پشتون که در هسته مرکزی شورای نظار رشد بکنه یک در طولو بره به درخت تبدیل می شود شورای نظار. قربان شو قربان شو. نابستان خودت گفتی به سلام درخت علیکم. تبدیل شدی که یه رقمی 4 نفره بگیره. ولد دست ما من مطمئن هستم دستم نخواد برسه. و خدا رو شکر خداوند صحتمند داشته باشه. نادری عزیز میفهمی ما در یک خانواده بزرگ شدیم که هیچ گاهی بالای دسترخان ما ای یاد نشده که ما مربوط کدام قوم هستیم، مربوط کدام زبان هستیم. و خدا قسم است پدر ما افسر وزارت داخله پلیس بود، مادر ما یک آدم باسواد، یک آدم تحصیل کرده. هیچ گاهی ما در خوشحال خان کابل متولد شدیم، هیچ گاهی نگفتن که ما از کجا هستیم یا زبان ما چی است. با هر دو زبان ما همی لحظه هم در خانم صحبت میکنیم، در بیرون هم این موضوع به ما مطرح نبوده هیچ گاهی. و ما یک چیز دیگه میگم، همی بحث های انفرادی جای را نمیگیره، هیچ کجا را خود گرفت. اگر ما هر چی بگویم در دست ما چیزی نیست. نادری عزیز من چند قطع عکس برات، اگر خودت امیدوار هستم که راحت باشی، یک چند قطع عکس برات نشان میتم بسیار اگر عالی. خسته نشده باشی. نه خواهش خواهش میکنم. خب ما در مورد از یه آدم میخوایم در یک کمک برام بگویی. باش اینه. به 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 بسیار عالی. من امروی صبوری صاحب توسط آقای رفی اوسوق آشنا شدیم. اتفاقا همون دوران یک روز من در کدام برنامه بامداد خوش فکر کنم که کدام جمله گفته بودم و صبوری صاحب اشتباه رسیده بود برای صد گفته بود که این نفر من در برنامه که یک وقت دیدم در مولی پردکشن صد صد جان میای صد گفته بشه تو چی گفتی صبوری صاحب. من گفتم چیز نگفتیم. باز بعد از اون قدش آشنا شدیم، بسیار شبها را در حضورش بودیم اما هیچ وقتی خواندنش نشنیدیم چون همون فضای راحتی داشته. صبوری صاحب عشق است دیگه. صبوری صاحب مرد بزرگ. یک چیز دیگر رو ما برد نشان میتونم مرا میفهم که چقدر خودت عبارت ولد بچش. من خوب از هم شعار هم همیست که من خوب به بیرق هستم. این چیزا در وطن ما اشکال زیاد بارا پایی میشه بسی از هم بشنم. این وطن بیرق هاست. ما پولیستیم. بیرقاید بالا. باش یک عکس دیگر هم برد نشان میتم که یه آدم هم بسیار زیاد دوست دارم و بسیار زیاد برش احترام هم دارم.
یعنی یک روز آمده بود در تلویزیون ما، ما دستایش بوسیدم، باز بر ما گفت که ما دست من نبوس. بعد بله ما یک چیز را میخواستم یک اعلان بخوانم از یک برنامه تلویزیونی بود به نام بازنگاه. باز به ما گفت که بازنگاه چگونه باید تلفظ شوانه. بله باز وقتی ما برش تلفظ کردم و برش گفتم، بعد به ما گفت که صدایت بار اول میشنوم و بسیار یک صدای قشنگ است. باز من برش خودم معرفی کردم، وقتی خودم برش معرفی کردم بسیار زیاد برش جالب بود. گفت چی میگی؟ گفتم ها بله به به بله ای را من کاکر صاحب پیش از ای که به مسابه ای اونم دوران برنامه گفتمانشم هست که میکنم، من نامی از این رفیق روز بعد مانده ما بله بله رفیق روز بعد اونم را میگن که در حالت خراب شدن باشی، ماکم بگیره بخش های مختلف زندگی تا که خراب نشن بله و سلام بر این رفیق عزیز، قربانت، سلام به این خداوند رفیق. سلامت داشته باشه. یکی از افتخارات افغانستان هستند و ما بالایشان می بالیم. واقعا انسان نیک، انسان دوست داشتنی. ما در یک مورد دیگه می خواهیم از شما بگم، یک کسی رو برتون نشان می دهم میشه که بشناسین نشناسین، ما چون شاید بله شما به دسترس ما قرار گرفته. بله ای خوب یادم است. بله میشناسین ایره؟ ایره شده ای مثل دیروز یادم است که رفتیم ای عکس گرفتیم که در مکتب لیسه نمبر 12 صنف اول مکتب باید شامل می شدیم، رفتیم در سرک دوی خیرخانه عکس گرفتیم در عکاسی ناصر، از هیچ وقتی اولین عکس زندگی معنی است اوه جان، که یاد خودم مانده، یعنی همو شست وقت ما تو ماشاءالله قندولک بودین نادری صاحب. خداوند حفظتان کنه. یک چیز دیگه به من بسیار جالب است، ما که میبینم و خیلی خوشحال میشم به ای که حال بسیار زیاد چی هستی نادری صاحب؟ در مورد از یکس برم بگوین، حال ماشاءالله بسیار زیاد رسیدگی میکنی به همی خانواده معزز و گرامی. ای هستی ای نیرو و نیایش و آفرینش هستم. درست. اینا ما در قبال یکس برتان بگویم که ما بعد از نمی مرحله که رفته بودم به ترک اعتیاد به شفخونه از آن بستر، وقتی که آمدم با ما بیگانه شده بودن، بیگانه شده بودن یعنی ندیده بودن، 4-5-6 ماه ندیده بودن، نمی‌شناختن. میشناختن 5-6 ماهی ندیده بودن، بیگانه شده بودن یعنی احساس وجود نداشت دیگه. احساس نه تو میفهمیدن این 6 ماه نیم سال گفته میشن، نیم سال مرد ندیدن. حالا فعلا ما برشون غذا جور میکنم و برشون غذایی یکی از دست پختای خودم است که در اینجا در خانه برشون در یک تایم جور میکنم و باز اینا هم روی من کاری میکنن خیلی خوب، چقدر بله جالب زندگی باشه. یعنی که یک چیز بپزی و سر دسترخوان بانی و دو کودکت بخندن، من فکر میکنم یک زندگی هم ایست. آشپز هم هستی دیگه خیلی. من بسیار با آشپزی علاقمند هستم و من بسیار غذاهای مختلف پخته کردم، میتونم از دل خود نه که در جای دیده باشیم خودم طراحی میکنم. خیلی خوب، قربان شما نادری معزز، خداوند سلامت داشته باشید، سرت به سلامت. ما دوستت میدارم همیشه در قلب، ما چون قلب ما کدام طرف است در اینجا جا داری مقصد. زنده باشین شما همچنان. من بسیار خوش شدم که با شما صحبت کردیم، در یارانه صحبت های بسیار خوب صورت گرفت، خداوند شما رو سربلند داشته باشد، سلام های مر به پامیر جان عزیز برسون و آمین. من علاقه دارم که به خیر امی شبکه های نشراتی خود در شبکه های اجتماعی افغانستان بیشتر و قدرتمندتر شوند، به خیر بتانیم صداهای مختلف را برسانیم. برای انشاءالله. من خیلی خوب گذشت، خودتا نمیدونم قربان شما، بسیار خوش و بسیار خوب گذشت برام، خاطرات گذشته ها را برام تازه ساختی، سلامت باشی. امیدوار هستم یک روزی به خیر از نزدیک ببینیم. ما یک خودت وجه وجود نداری اما ما برات یک چیزی آوردیم، انشاءالله که از نزدیک هم دیدم باز بخیر این را خدمت خود تقدیم میکنم. تشکر تشکر کاکر عزیز، برگ سبز خداوند تحفه نکنه درویش.
یک جان سپاس مرگی مرد بزرگ، خداوند همیشه سربلند داشته باشه شما را. قربانت شوم، اینو ما تقدیم خودت میکنم، انشالله که باز یک روز از نزدیک برات میتمش. تشکر تشکر در تشکر. در اخیر یک بغل کشی خوب همت جانانه رفیقانه و مولانه به خداوند سپردیم تا. قربان شوم برادر عزیز، کاکر عزیز، سلامت باش، تشکر، شب روز خوش، شب روز خوش، خدا حافظ ناصر، خدا خدا حافظ حافظ ناصر، ناصر. سلام علیکم، خدا حافظ ناصر. دوستای معزز، ای هم رفیق خیلی شفیق ما و یک آدم بسیار زیاد دوست داشتنی نستو نادری مهمان یارانه بود، تا بعد که ما تمیم کاکر در خدمت شما با یک مهمان دیگه در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. بسیار زیاد تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. خدا حافظ ناصرتان.